بینندگان عزیز، کیوان جاوید هستم و این برنامه از نزدیک و خصوصی هست. مدت هاست که برنامه جدیدی نداشتیم، اما خوشبختانه این هفته دوست عزیزی رو دیدیم به مناسبت پلنومی که بوده، به مناسبت کنگره منصور حکمت سفری داشتند به اروپا. ما هم از این فرصت استفاده کردیم و ازشون خواستیم که در این برنامه ما شرکت کنند. مهمان عزیز برنامه ما بابک یزدیه. بابک یزدی یه چهره بسیار دوست داشتنی در حزب و در میان مردم و در میان محل زندگیشونه و چهره شناخته شده ایه که فعالیت هاش هم از چشم بسیاری از کسایی که دنبال میکنن مسائل سیاسی رو دور نیست. بابک یزدی رو در استودیو داریم و برنامه امروز رو با ایشون شروع میکنیم. خوش اومدی بابک یزدی. خیلی ممنون. با سلام به بینندگان عزیزتون و با تشکر از شما. شما تو اروپا هستید، درسته؟ در حال حاضر. کجا زندگی میکنید؟ من در کانادا زندگی میکنم. کدوم شهرش میتونید؟ تورنتو. چند ساله؟ نزدیک 14 سال تورنتو هستم. البته 3 سالم هندوستان بودم، 3 سالم دبی بودم، 4 سالم بندر عباس بودم که اونم روز خارج حساب میکنم، تبعیدی و آواره اونجا. حالا که از اینجا شروع بکنم که من تقریبا با همه بیننده مثلا دوستان که صحبت میکنم اینجا، اولین چیزی که دوست دارم مردم بدونن اینه که کجا زندگی کردن، کجا به دنیا آمدن، در واقع محیط زندگیشون چطور بوده. شما چه تعریفی دارین؟ من در یک خانواده کاملا مذهبی در استان یزد متولد شدم. یزد میدونید که میگن مرکز صدور مذهب و آخوند به همه دنیا بوده. این هستش که منم در اونجا متولد شدم، در یک خانواده واقعا مذهبی. هنوزم من مادرم هنوز 2 دفعه نماز میخونه. بهش میگن چرا؟ میگه میدونم تو نمیخونی، من 1 دفعه به جای تو میخونم. منم به شوخی میگم اگه خدا قبول میکنه تو نخون، منم گناهشو به عهده میگیرم. گناه تو هم من به عهده میگیرم، خدا راحت کن نخون دیگه. میگن نه، برای ثوابش. حالا خودت راحت باش. دست من در خانواده مذهبی متولد شدم. قبل بعدا یواش یواش اومدم با حجتیه آشنا شدم، یعنی از منجلاب به اصطلاح رهایی رسیدم به یه مفهومی، یعنی از حجتیه شروع کردم، بعد با کتابای شریعتی آشنا شدم، یکم خب شریعتیسم شده بودیم به قول گفتنی، از اون طریق یواش یواش با مجاهدین آشنا شدم. حالا من دوست دارم بدونم که موقعیت اقتصادی محیطتون چطور بوده. اولا یزد کجاست اگه من راستش کنم؟ یزد اگر یه پرگار برداری بذاری وسط نقشه ایران بکشی دورش، مرکزش هست. یزد مرکز دنیا نیست ولی مرکز ایران هست. مرکز ایران خوشبختانه. یه جا ایران مرکز دنیا نیست. تقریبا در جغرافیایی مرکز ایران حساب میشه. فاصلهش مثلا به بندر عباس جنوب به شمال در نظر بگیری تقریبا مرکز ایران. از نظر اقتصادی چطور وضع مردم اینا چطوره؟ وضع مردم که طبیعتا فکر میکنم یه شهر کویری هستش. ما اطرافش زندگی میکردیم، خونک و به اصطلاح ییلاقی قشلاقی، مردم تابستون ها میمدن طرف های ما. از ییلاق جای خوبی بود. من پدر مادرم به اصطلاح کشاورزی میکردن و وضع خودمون زیاد بد نبود، نه بالا بودیم نه پایین، ولی طبیعتاً یزدم بیشتر جای کشاورزی هستش، ولی مردم هم مثل بقیه جا زیاد دامپروری یا اینا چطور؟ دامپروری به اون شکل بیشتر کشاورزی بود. کشت مثلا گندم بیشتر این کاری که ما میکردیم، بعد میوه‌جات کم میشد. خودت کار میکردی؟ خودم بل اجبار کار میکردم. خودم وقتی متولد شدم تا من یادم هستش که 7 سالم بود، از یه طرف باید میرفتم مکتب قرآن میخوندم، از یه طرف باید کار خونه میکردم، یعنی به اصطلاح گوسفندا رو صبح میوردیم بیرون. وقتی ما حتی مدرسه میرفتم تا کلاس پنجم ششم دبستان، صبح زود گوسنده رو میوردیم چرا به اصطلاح میچروندیمشون، سیرشون میکردیم، میآوردیم خونه، میرفتیم مدرسه، برمیگشتیم دوره عصر، کارمون همین بود. چند تا برادر خواهر تعداد خانواده؟ 3 تا خواهر داشتم، یه برادر. یه خواهرم متاسفانه 2 سال پیش فوت کرد، تصادف کرد. خیلی هم جوان بود، 29 سالش بود، منم سالهای زیادی ندیده بودمش، خیلی هم خاطرش رو میخواستم. و الان یه برادر دارم و به اصطلاح دو خواهر. این موقعیتی که شما گفتید توی یزد از نظر اقتصادی چطور بود؟ یعنی راحت بودین؟ خرج خونه در می اومد؟ و تو خونه ما بد نبود و حتی یادمه که پدرم میگفت تو هر وقت که درس بخونی برای تشویق من میفرستمت مدرسه. منم خوشحال بودم که بالاخره ما بچه که بودیم تو دهات ما دیپلم نبود، تا ششم دبستان بیشتر نبود. من ششم تموم کردم و گفتم خب قرار بود ما رو بفرستی شهر درس بخونی. گفت نگفتم شهر، گفتم تا هر چی درس بخونی. توجیه کرد که منظورم همیشه شما دبستان بوده. بعد هم میگه بابا بالاخره مردم
هر جمع درس بخونی هر کاری بشی بالاخره نون میخوای، اونم از گندم. خب گندم همینجا واسه بکار دیگه، کجا بخوای بری؟ چه استدلال خوبی. آره بعد من مجبور شدم بودم خودم روزا کار میکردم و شبا درس میخوندم تا دیپلم گرفتم و بعد رفتم تربیت. یعنی تو همون استان یزد دیپلم گرفتی؟ آره. بابک نگفتی چند سالته؟ میخوای در بری از زیرش که من نپرسم. من حرف مرد یکی، من میخوام بگم 40 سالمه، 40 سالمه تا بشه 50 سالم، ولی الان 47 سالم. 47 سال. خب کلا کی میگه حرف مرد یکی؟ شما هم بگو. شما این پرسه. من بعد مثلا 40 سالم که بود تا 42 43 و اینا همش میگفتم خب 40 سالمه دیگه، 40 سال راحت تره. الان منتظرم 50 سالم باشه که 3 4 سالم میتونم بگم 50 سال. چرا مهمه که نمیخوای باور کنی که 47 ساله و دوست داری 40 سال بشی؟ چه تأثیری؟ آخه هنوز جوونم دیگه، هنوز قلبم جوون است، خودم سنم تجربه ام، فکر میکنم 47 سالم شاید بیشتر باشه. نمیشه با 47 سال همون لذت ها رو از زندگی برد که در 40 سالگی آدم میبره؟ میخوام 147 سال زندگی بکنم، 147 سال زندگی بکنم و لذت ببرم. و واقعا من بچه بودم یادم، مادرم همیشه میگفت، یزدیا به مادر میگم ننه، میگفت ننه الهی پیرشی. منم تا میگفت الهی پیرشی، اون قیافه پیرزن پیرمردایی که یکم خمیده شکسته بودم به نظر میگفتم خودت پیرشی، بهش چیز میکردم. بعد اتفاقا چند وقت پیش بهش زنگ زدم گفتم یادت میاد به من میگفتی الهی پیرشی؟ منم فوش بهت میدادم. گفت آره. گفتم حالا میگم چقدر راست میگفتی، و بگن الان دیگه نزدیکی که باید بمیره، بگن نخواسته باشیم پیرشیم. بنا بریم بله الهی پیرشیم. بابا یه چیزی من از تو شنیدم بس برام خیلی جالبه و نمیدونم تو از کجا شنیدی. خودت گفتی که موقعی که مادرت زایمان کرد شما رو، شما تو خونه نبود. این داستان جالبه برام. مادر من یه واقعا یک، نه اینکه چون مادر من است، واقعا یک زن نمونه است، چه در کار چه در زندگی چه در مبارزه، در هر چیز واقعا یک زن شایسته است که من واقعا از همینجا باید ازش قدردانی بکنم. مادر من حامل است، میره توی باغ برای به اصطلاح گوسفندا علف درو کنه و حالا 9 ماهه بوده دیگه، و همونجا در زایمانش میگیره و همونجا بچه را که من باشم متولد میکنه. خودش اون نمیدونم بند نافا که میگن میچینه، همه کاری خودش میکنه و علفاش هم درو کردیم برمیداره و با بچه یه بغل بچه، بچه میاد. و واقعا این کار هر کسی نیستش الان که فکر میکنم. و چقدر نشون میده چه جامعه بسیار محدود سخت و سخت بوده دیگه و چه موقعیت بدی مردم داشتن. به هر حال اینو کی برات تعریف کرد همین داستانو؟ این داستان را خودش بعدها البته من از اینکه دو تا شنیدم می‌خواستم ببینم واقعا راست یا دروغه، ازش پرسیدم. گفت آره. و فکر نمی‌کرد که زیاد کار خارق العاده‌ای کرده. میگفت آره دیگه، چاره‌ای نداشتم، گوسفندا گرسنه بودن، بچه‌ام که دوست داشتم، بعدم با مردم می‌رسیدم و خیلی عادی بود براش. برای ما الان واقعا خب اومدیم به تو کشور خارج، باز بیمارستان از قبل بیمارستان خبر می‌کنن و خیلی باید این کارو بکنم، اون تا اون وقت میگفت امکانات نبوده. و این گاهی اوقات آدم میشنوه و اینم حتی به درست که مردم افسوس گذشته رو میخورن که ما زمان شاه ما چقدر خوشبخت بودیم و همه چیز بود، و یا تعریف شنیدن که زمان شاه دوران سلطنت مردم چقدر همه چیز انگار که بهشت بوده. ولی آدم وقتی این داستانها رو میبینه و میشنوه، این سرگذشت رو میبینه، خودت فکر میکنی مردم عموما وضعشون چطور بود؟ بود یه شکلی بود که مثلا من خودم یادم که مثلا من وقتی زمان شاه به اصطلاح یکم با شاه مخالفت میکردم و اینا، پدرم باز گذشته قبر را به یادش میورد که آره مثلا راهبندان بوده، مثلا میخواستیم بریم شهر را برگردیم سر گردن میبستن، دوزی میکردن، یه سری امنیت اینچنانی، حالا امنیت سرمایه بود به رژیم به اصطلاح درست کرده بود، از این لحاظ اونا به گذشته تر رجوع میدادن و میگفتن خوب بودم، مثلا میگفتن رضا شاه اومد نمیدونم جاده ها نمیدونم فلان کرد امن کرد فلان کرد، به این مفهوم اونم به گذشته تر رجوع میکردن. به یه شکلی الان مردم به گذشته اون وقت که مثلا رجوع میکنن به فرض، خب میگه آقا موسیقیمون رو گوش میکردیم، لباسمون رو میپوشیدیم، غذامون رو میخوردیم، کسی دیگه تو لباس پوشیدن و غذا خوردن و موسیقی ما دخالت نمیکرد. به این مفهوم وقتی نگاه میکنن، اینم هم نه همه، بخشی از مردم که بالاخره یه مقایسه اینچنانی میکنن و به این مفهوم درست میگن به نظرم. بالاخره زمان شاه موسیقیشون رو مردم گوش میکردن، غذاشون رو میخوردن، مذهبشون داشتن، حالا یا بهایی بود یا مسیحی بود، اینا رو رژیم فضولی نمیکرد. زمان شاه فقط ما سیاسی‌ها یه خود درگیر میشدیم و مشکل داشتیم. و به هر حال از نظر اقتصادی الان چیزایی که شما تعریف میکنین بالاخره جامعه بود که این چیزا توش زیاد بود. یعنی من با هر کسی که صحبت کردم یا میبینم بخشی از خاطراتشون و
فقری بوده که تو اون محیط زندگی میکردن. یه بحث دیگه که به نظر من هست، اگر ما مناسبات جامعه رو در نظر نگیریم، مثلا زمان رضا شاه فرض کن مناسبات فئودالی بود، خیلی عقب مونده بود، بعد زمان رضا شاه میاد بالاخره سیستم سرمایه و اقتصاد و کالا میاد و باید در جهان جا بندازه خودش. به این مفهوم میکنه ممکنه الان این تیکر رو نگاه کنیم، مثلا دهات ما یادم برق همه جا نبود، خب الان هست، یا جاده آسفالت نبود الان هست. اینطوری اگه بخوام نگاهش کنم متوجه میشم سرمایه برای که به اصطلاح در کالا در بازار بچرخه به این چیزا احتیاج داره. اینا رو یه در زمان از شاه میدیدن، میگفتن شاه اومد جاده رو آسفالت کرد، مثل که شاه به اصطلاح کارگر بوده رفته روز 8 ساعت کار کرده. یا مثلا الان میگن خمینی مثلا اومد برق برامون بود. به این مفهوم اگه نگاهش بکنم مثل سنتیش، خب بعضیا اونطوری توجیه میکنن، یا طرفدارای نظام شاه طرفدارای مثلا خمینی اینطوری نگاهش میکنن. چند ساله بودی بابک احساس کردی که این مناسبات اون شرایط قابل قبول نیست و باید کاری علیهش بکنم؟ من گفتم که ششم که تمام کردم روزا کار میکردم و شبا درس میخوندم و پنجشنبه جمعه به اصطلاح آخر هفته میومدم دهات. یکی از بچه های به اصطلاح محل ما پسر کت خدای دهمون، این افتاده بود زندان، یه 4 سال 5 سالی از ما بزرگتر بود. این کتاباشو آوردن تو به اصطلاح انبار کای خونه ما قایم کرده بودن. من از یک کانالی مادرم یواشه که داشت میگفت، ما بچه بودیم مثلا متوجه نمیشه، ولی من متوجه شدم که آره تو انبار کاه خونه ما یه سری کتاب مخفی. پسر کت خدا از اون به قول اون وقت از اون شاه دوستا بود و خیلی هم طرفدار شاه بود، ولی پسره بچه های فدایی بود، یادش بخیر هنوز هم زنده است، ایران است، خیلی هم آدم فعال خوبی بود، خیلی هم من دوستش دارم. و اصلا کلا این اولین کسی بود که رو من تاثیر گذاشت و در اصل من فهمیدم که داخل به اصطلاح انبارکای چند تا گونی کتاب مخفی است. منم یواشه که هر دفعه که میرفتم پنجشنبه جمعه به قول اینجا به ویکندا توی روستا به اصطلاح هم استراحت و دیدن پدر مادر، میرفتم دو تا از این کتابا رو برمی‌داشتم، میرفتم در خلال هفته که تو شهر کار میکردم و درس میخوندم این کتابا رو یه نگاهی میکردم و برمیگشتم. منتها مثلا من هنوز کلاس 8 و 9 بودم، چیزی متوجه نمیشدم. مثلا چه باید کرد لنین جز این کتابا بود، چه باید کرد کتابا که میخوندم متوجه نمیشدم، داشتم کنار. ولی مثلا کتابای صمد، بهرنگی، درویشیان، نمیدونم حتی گل سرخیش، جلال آل احمد، این سری مجموعه کتابایی که الان یادم میاد، بعضیاش خب متوجه میشدم دیگه، به ویژه کتابای درویشیان خیلی خوشم میاد، دوست داشتم کتابای صمد. یواش یواش اینطوری بعد ما وقت میگفتن که این فوش شاه داده، گرفتن زندانش کردن، پسر کت خدا فوش شاه داده. بعد ما میشناختیمش، بچه خوبی بود، بچه دوست داشتنی بود، با ما با اینکه 4 5 سال بزرگتر بود بازی میکرد، بچه کت خدا با ما مثلا بازی کنه و بچهای پایین تر بازی کنه اصلا کسر شأن مثلا کت خدا میشد، ولی اون با ما رفیق بود، دوستش داشتیم همه. میگفتیم این که بچه خوبی بود، چرا گرفتنش؟ یعنی ما اون وقت از موضع این که بچه خوب که نباید میگیرنش دیگه. بعد کتابام که خوندم میگفتن فوش شاه داده، من کتابا رو میخوندم و میبینم کجاش فوش شاه داده، میبینم فوش شاهی هم توش نیست. در اصل از این طریق من یواش یواش اومدم و فهمیدم نه، احتمالاً یکی دو مورد دیگه هم شنیدم، فلانی هم گرفتن. بچه خوبا گویا میگیرن، بچه بد نمیگیرن. چون تا اون وقت ما بچه بودیم سیاست نمیفهمیدیم، فکر میکردیم که مثلا زندان جای دزد و قاچاقچی و فلان و این بلا رو. بعدا سر پدر منم اومد به خاطر من چند دفعه گرفتنش. اینم هنوز این دید رو که ما بچگی داشتیم و بالاخره انداخته بودیم داشت. در اصل میخوام بگم اولین تاثیر و اولین جایی که بالاخره نظام یه مشکلی داره این بود. چون ما خانواده خودم زیاد مشکل اقتصادی نداشتیم، ولی بالاخره بعد از کت خدا شاید ما بودیم، یه خود پایین نبودیم، بالا هم نبودیم، ولی بعد نبود مشکل. بعد پدرم واقعا اگه میخواست اتاق در شهر کرایه کنه برای من درس بخونم میتونست، من تا میگفت باشه کنار من کشاورزی کن. در صورت اینا که من دیدم یه تلنگری انداخت که آدم های خوبم رو احتمالا زندان میکنن. و خب بعد دیگه تو دانشگاه تربیت معلم رسیدم، من یواش یواش دیگه با به اصطلاح شریعتی و مجاهد اونها آشنا شدم و بیشتر. ولی اولین فعالیت متشکل چه سالی شروع شد و با کی بود؟ متشکل با مجاهدین بود. مثلا قبل از این متشکل مثلا من با حجتیه میرفتم جلساتشون، با حجتیه بودم دیگه. و یه از زمین دیگه شهر مذهبی هست، مثلا ضد بهایی بود، ضد سنی بود. خودت ضد بهایی خودتو به شکلی ببین، تبلیغاتی که برای ما شده بود که مثلا بهایی ها چرا خاموش میکنن، یه کارهایی میکنن، نمیدونم یه شکل تبلیغات مذهبی رو ما هم جا افتاد. و یادم من میرفتم عمر آتش میزدیم، بچه بودیم روز تولد فاطمه چه روزی بود که میرفتیم عمر آتش میزدیم، مثلا جشن میگرفتیم، توی تفریح ما هم بود. بعد یادم یه تیکه از اون آتش ها افتاد روی پیرن نوعی هم من خریدان از اون چیزها، یه دفعه اصلا تمام پیرن جمع شد. بعد رفتیم خونه کودکی هم از بابا خوردیم که پیرن نو رو چرا آتش زدی، گفتیم که در اصل میخوام بگم که اولین فعالیت متشکل که من تو حجتیه یادم هستش که یه دفعه شریعتی تازه کتاباش اومده بود بیرون و اینا ضد شریعتی بودن،
میگفتن شریعتی، کمونیست، بهایی، سنی است. و این من در این حد رسیدم که بالاخره یه آدم نمیتونه هم سنی باشه، هم بهایی باشه، هم کمونیست باشه. به خاطر همین من یواشکی رفتم دوزی دوزی کتابای شریعتی رو پیدا کردم، یک دو تاشو خوندم، دیدم از اینا یکم بهتر میگه. اون وقت من کتاب شریعتی هنوز که هنوز حفظم، خیلی چیزاش حفظم. شما یک کتاب شریعتی بگیم اول داخلش برای تعریف میکنم برای. من خوشبختانه. بعد یه روز توی یکی این جلسات من بهشون گفتم که بالاخره این شریعتی کمونیسته یا بهاییه یا سنیه، نمیتونه که هر سه تاش باشه. یکیش اون بابایی که نشسته بود اونجا به اصطلاح مولایی، گفت این از هر سه تاشون بدتره. گفتم خب ولی بالاخره کدومشونه؟ گفت که تو سوالا زیادی میکنی، اینم اونم فلان. من یه دفعه کتابا رو آوردم بیرون، گفتم آقا من این کتابو خوندم و نه سنیه نه بهاییه نه کمونیسته، اینم میگه من شیعه ام مسلمانم. و همین باعث شد که ما رو از حجتی بیرون کردن، که بالاخره طرفدار شریعتی تو حجتی کفر بود اون وقت. و از اونجا خب من با شریعتی آشنا شدم، اومدم رفتم تو مجاهدین و فعالیت متشکل با مجاهدین شروع شد. تقریبا یه سالی قبل از 56 اینا بود با مجاهدین فعالیت متشکل کردی. بعد چطور شد که این تحول چپ؟ من با مجاهدین بودم حتی بعد از انقلاب. من یادم تبیین جهان رو مسعود رجبی دانشگاه صنعتی شریف درس به اصطلاح درسایی بود که دانشگاه صنعتی شریف سخنرانی می‌کرد و میومد و در تشکیلات مجاهدین درس می‌داد و من خودم تبیین جهان مجاهدین رو درس می‌دادم توی کلاس‌های به اصطلاح ایدئولوژیک مجاهدین. و بعد هیچ کس دیگه منو چپ نکرد، شاید همین کتابای خود مجاهدین، به خاطر که تبیین به قول خودشون میگفتن دیالکتیکا میپذیریم ولی اینا نمیپذیریم. مسائل علمی رو برمی‌داشتن، یه خدایی هم کلاشهری درست میکردن براش، این خدای جاش نبود، یعنی میدین خدای مصنوعی میشه، خدای کلاشهری است. تو اون مجموعه وقتی مثلا با دیالکتیک و علم و فلان میرفتی جلو، میخواستن بگن علمی هستیم. اما بحث مارکسیسم اسلامی که میگفتن که نمیدونم شاه گفته یا نمیدونم فلان گفته، واقعا بحث اینطوری بود دیگه. اینا بخشی از مارکسیسم و علم و برشته بودن، قاطی کردن با بخشی از مثلا خرافی اینا. نمیخوام خود من از اونجا، یعنی من میتونم بگم مسعود رجبی، مثل که مثلا الان میتونم بگم آقا بزرگترین کسی که خدمت به اسلام کرد، به ما کرد، به کمونیست کرد، به علم کرد، خود خمینی بود. به این مفهوم که اسلام را بشناسونه، خمینی واقعا از این لحاظ حالا هرچند جنایت کرد رژیمش، ولی رژیم اسلامی کسی بود که بهترین کسی بود که اسلام را مردم شناسوند. به این مفهوم منم تبیین جهان مسعود رجبی منو چپ کرد، یعنی منو رسون به جایی که یه چیز اینجا تناقض رو ببینید، یه چیز اینجا گم است و اون خدای اینجا مفهومی پیدا نمی‌کنه. و از اونجا رسیدم. بعد دیگه بحثا منم را خیلی می‌خواستم. من یادم هستش که حدودا 70,000 تومان در ماه من اونجا که بودم برای مجاهدین جمع میکردم و اون وقت پول خیلی زیادی بود از نظر امکانات و نمیخواستم من از دست بدم. سه ماه شب تا صبح یادم میشستیم بحث میکردیم، رفتن از یه استان دیگه یه جای دیگه های برام هم آدم آوردن که بشینیم بحث کنیم و هرچی بحث میکردیم بیشتر به حقانیت خودم میرسیدم. و اون دیگه گفتش که من دیگه نمیتونم برو تبیین جهان رو بخون، که من گفتم تبیین جهان رو من الان چندی ماست دارم اینجا درس میدم و همین تبیین جهان رو خوندم که به اینجا رسیدم. و آره من به چپ علل عموم یا چپی که اون وقت مثلا بعد من رفتم با اقلیت کار میکردم، منو به حداقل به چپ اون مفهوم رسوند خود که خوندن کتابای این مجاهدین و به ویژه تبیین جهان رجب. با اقلیت فعالیت کردی تو ایران، بعد با شنیدم یه سری به همه این سازمانهای چپ. آره من با اقلیت که بودم دیگه خب زمان رسیده بود که دیگه از معلمی هم پاکسازی شده بودیم و رسما از آموزش پرورش اخراج شده بودیم و اینا. و با یکم اون دوستمو گفتم یادش بخیر، خیلی چیز بود این، خودش یه ذره الان میفهمم که یکم مشکوک بود، خودش هم دیگه اقلیتی نبود، بچه‌ها زندان زمان شاه بود، بچه‌ی جا افتاده و توریکی بود و رسیده بود به جایی که بعدها از یک از دوستان فهمیدم که داشته به جناح انقلابی به اصطلاح مارکسیسم انقلابی نزدیک میشده تو خود اقلیت و بعدها گویا با اتحاد مبارزان نزدیک شده بود همچون چیزایی. من خودم سالها ازش خبر ندارم ولی همچون چیزی شنیدم. به این مفهوم ایشون گفتش که یعنی تشویق میکرد که زیاد نمیخواد الان فوری از مجاهد اومدی بپری تو اقلیت کار تشکیلاتی بکنی. و یه شکلی ایشون باعث شد که من بیام خارج. یادم اول دفعه که گفت برو خارج، من یه دفعه خارج، اما اون وقت یه مثلث بیق درست کرده بودم بنی سعدی از قطب زاده، روزنامه توفیق داده بود بیرون بچه آخره، همین اسم خارج آورد. من گفتم مگه من خائنم که برم خارج؟ خارج جای خائناست، خارج جای نمیدونم لیبرالاست. این بفهمی که اون وقت چپ سنتی هم داشت، ما وقت بدتر بودیم دیگه. در هر صورت قبول نمی‌کردم و یادمه که این گفت نه شما برو خارج، از خارج ارتباط می‌گیری، اگه لازم شد بعدا میای داخل. و بالاخره چه سالی بودین؟ سال‌های 61 ایشون به من گفت، ولی من اومدم شرای جنوب، مجبور شدم تقریبا تا 4 سالی تو جنوب ایران بودم و بعد از 4 سال من رفتم قاچاقی از طریق مرز به اصطلاح دریایی رفتم دبی. رفتم دبی. فرار کردی در واقع. آره دیگه. با یادمه که این دوستم به من گفته بود که شما حتما از طریق چیز میری،
از طریق قایق نمیری، با لنج میری، یعنی کشتی کوچیک یا کشتی معمولی که چون بالاخره فعال سیاسی میکردی بگیرن دیگه، در جا میگن تو قایق داری میری، خب قاچاقی هست میگیرن دیگه. و من یادم رفتم بندر عباس تقریبا 3-4 سالی اونجا بودم و من خودم حدود 35-6 نفر رو قاچاقی فرستادم دیگه، امکانات پیدا کرده بودم. ولی آخرش خودم مجبور شدم با یه قایق موتوری با 2-3 تا دیگه از دوستان خوبی که هنوزم دو تاشون حداقل تو کانادا هستن قاچاقی فرار کردیم، رفتیم توی دوبه. یادم از بندر عباس رفتیم قشم، از قشم رفتیم باسیدو، از باسیدو رفتیم ابو موسا، دقیقاً معلومه. بعد قرار بود که به ما قول داده بود که ما چیز بیاریم، ما رو با لنج بیاره، یه دفعه میگم قایق موتوری قرازه. بعد گفتیم چی؟ گفتن این با این موتور سوار میشید میریم مثلا جزیره بعدی از ابو موسا، مثلا تنبه فلان، اونجا سوار میشیم با قایق موتوری فلان میریم. رفتیم و همین حرکت کرد. حالا یه چیز جالب بهت بگم که ما اون دو نفری که ما را می آوردن قاچاقچیا، من از دو چیز متنفر بودم در زندگی، یکیش اعتیاد بود، سیگار، هروئین، و ما این دو نفر بدبختا معتاد بود یکیشون. ما مجبور بودیم کمکش کنیم هروئینشو بکشه که بالاخره تو اقیانوس غرق نشیم دیگه، تا ما رو رسوندن اون طرف آب و توی شارجه اولین کشور خارجی بود. که چه احساسی داشتی وقتی اون بر رسیدی؟ راستش از آب‌های ایران که رد شدیم که اون پسره گفت ما الان دیگه تو آب‌های خلیجیم، یه لحظه احساس کردم که از یه طرف خب بالاخره دیگه میدونستم حالا بر نمیگردم و مشکلاتی در پیش خواهد داشت، حالا زبان و نمیدونم کجا میره چه کار میکنه، ولی از یه طرف احساس کردم که دیگه اون سایه شوم جمهوری اسلامی بالا سر ما نیست و میشه راحت تر زندگی کرد. از همونجا با اینکه تو دبی هم ما 3 سال مجبور بودیم هر لحظه امکان داشت ما رو بگیرن، چون قاچاق زندگی میکردیم، بگیرن دیپورت کنن، و بعدم باز مجبور شدیم از دبی هم قاچاقی باز بریم هند. من اول لحظه که قانونی شدم تو هندوستان بود که تو سازمان ملل به اصطلاح قانونی شدیم تو یون. ما تو زندان هند رسیدیم، از دبی به هند به اصطلاح وارد شدیم تو سی پورت، مثلا لب بمبی، لب سی پورت رو میخوام فارسیش بگم نمیشه، به همون لب اسکله بمبی ما رو دستگیر کردن و ما جای شما خالی نباشد یه دو ماه زندان بودیم. داستان زندان هند هم خیلی جالب است، ولی در صورت با اینا همه من خیلی راحت بودم تو زندان هند. من احساس میکردم اینجا امتر از جمهوری اسلامی است، با اینکه زندان واقعا شپش داشت و ما تونستیم در از دو ماهی که اونجا بودیم شپش زندان را کلا با این بخش بذاریم با همدیگه. ویدیو موزیک میبینیم و بعد از ویدیو موزیک برمیگردیم ببینیم که تو دبی و تو هند چی پیش اومد. داستان زیاده. بینندگان عزیز با ما باشید برای دیدن یه ویدیو موزیک. بینندگان عزیز تلویزیون کانال جدید، کیوان جاوید هستم و برنامه از نزدیک و خصوصی رو که بابک یزدی مهمان برنامه ما هست تقدیم حضورتون میکنم. تا اینجا رسیدیم که بابک یزدی تونستن به خارج از ایران فرار کنن، از دبی. چند سالی در دبی موندن. دوست داشتم که در مورد دبی هم ازش بپرسم و بعدن وقتی به هندوستان رسیدن. اما پیش از این که این سوال بپرسم، میخوام از بابک بپرسم که خانوادهشون برایشون سالها برایشون، یعنی چندین بار مادرش زندان رفته. میخواستم داستان اینو از بابک بپرسم. بابک میتونی برامون تعریف کنی کی مادرت و پدرت دستگیر شدن و چند بار؟ مادرم فکر کنم 3 مرتبه دستگیر شد. یه مرتبه زمانی که ما هم بین یزد و تهران اینا آواره بودم، یک موردم زمانی که من توی چیز بودم، بندر عباس بودم، و مورد آخرش فکر کنم زمانی بود که من تو دبی بودم. یادم این زمان دفعه آخری که گویا حمله میکنم به خونه، چیز جالب بوده که دفعه اول خب ما خودم قبل از اینکه برم یه سری به قول گفتنی پاکسازی کرده بودیم، کتابای به اصطلاح ممنوع اینا رو، یه سری هم سپاه ریخته بود خونه و عکس و نمیدونم این چیزا رو برده بود. دفعه آخر که ریخته بود تو خونه، باز گویا یه سری مثلا عکس نمیدونم مثلا گل سرخی یا نمیدونم سعید سلطانپور یا نمیدونم یه سری از این عکس تو خونه بوده. بعد گفتم اه هنوز شما یک سر اینجا دارید؟ سپاه حمله کرده بود. مادرم بهشون گفته والا دو دفعه شما اومدید، ما فکر کردیم بداشو بردید اونا دیگه خوباشن، یعنی خب اینا که زیاد درگیر این چیزا نبودن دیگه. بعد خب سپاه حمله کرده، سری کتابا رو برده. بعد خب گفتن دیگه دو سالم گذشته دیگه، حتما این چیزایی که سپاه نبرده جزء خوباشه دیگه. گفتم شما دو بار اومدید حمله کردید بردید، ما فکر کردیم دیگه جزء خوباش هست. چه سالی بودین این؟ فکر می‌کنم این باید اطراف سال 63-64 اینا باید باشه دیگه. بعد گفتین چند بار؟ آره مادرم 3 دفعه دستگیر شده بود. 2 دفعش گویا زیاد باش فقط چیز نداشتم، ولی دفعه آخر گویا حسابی البته به من از خود مادرم هیچ وقت نگفت، ولی دوستانی که تو جریان بودن گفتن دفعه آخر خیلی اذیتش کردن. یعنی چند
مدت یعنی زمانی که از زمانی که ایشون میگرفتن زیاد نگر نمیشه، مثلا 2 هفته یا ما 2 ماه اینطوری بود، زیاد دو ماه زیاد نیست تو داستان از ایران. دو ماه تو میدونی تو داستان ایران خودت چندین سال بودی، بنابراین 2 ماه برای زندان سیاسی حال چرا زیاده؟ برای تازه بچه بدبختی هم این بود که مادر من هیچ کار نکرده بود، اصلا درگیر سیاست نبود. چرا اونو میگرفتن؟ میگرفتن که پسرتون کجاست مثلا، یا خبری ازش دارید یا نه. میگن به کرمان گناه کرد، اگر گناهی بود که ما کرده بودیم به کرمان گناه کرد، آهنگری به سیستان زدن گردن مسکر، یا اگر گناهی بود که ما کرده بودیم درگیر سیاست شدیم. پدر مادرام البته ما تنها نبودیم، خیلی از پدر مادرها تو ایران دستگیر میشدن گروه و پدرت هم همچنین. پدرم متای خوبی که مادرم داشت خصلتی داشت که مثلا میگفت زندان، مثلا نمیدونم امام موسی کاظم هم نمیدونم چند سال زندان بوده، اینطوری توجیه میکرد. یا پاسدارا که میرفته تو زندان نصیحتشون میکرد که شما همه با هم بودید و چیز نکنید، اونجا باز از موضع قدرت باشون برخورد میکرد. ولی پدرم هنوز تیپی بود که میگم مثل که من بچه بودم فکر میکردم زندان جای دزد و قاچاق چه فلان، این نظر رو تا آخر عمرش هم داشت. به خاطر وقتی رفت زندان 2 هفته گویا بیشتر نموند، ولی بعد از 2 هفته که اومد بیرون من که دیگه نبودم، میگفتن یه دفعه 20 سال پیر شده، یعنی شکسته شده، آبروش رفته، به شکلی مثلا تو محل فلان رفته زندان، هیچ نمیتونست اینا به اصطلاح بپذیره که آره. فرق به هر حال زندان برای مسائل سیاسی بود، کارم نکرده بود، تمام مدت عمرش آدم خوبی بود، چرا باید بره زندان؟ خب برسیم به اینجا که رفتی دبی. دبی اولین تأثیری که دبی روت گذاشت چطور چی بود؟ دبی حالا هر کدوم از اینا میشه یه دفعه در مورد دبی صحبت کرد، در مورد واقعا ما تقریبا 3 سال دبی بودیم. ببین دبی یه کشوری هستش که فرهنگ و تمدن با هم نمیخونه. مثلا شما میبینید دبی واقعا از کانادا، آمریکا، نمیدونم انگلیس، سوئد که نگاه میکنی از نظر شهرسازی و ساختمون سازی و اینا خیلی جلوتر است. شما میبینید یه ساختمونه 20 طبقه رو می‌بینی شیشه ای که شما اینجا بایستادی، ولی می‌بینی طبقه مثلا 17 ام آسانسور الان باز شد، مردم 4 تا پیاده شدن، یعنی به این شکل قشنگ. ولی از یه طرف مثلا می‌بینی کنار کاخ شیخ محمد طویله نمی‌دونم شتر و گاو و گوسفند و پهن و بوی این چیزا میاد، یعنی بعد از یه طرف یادمه که من تو خونه‌ای که کرایه کردیم، اینم براتون بگم بد نیست، ما دنبال جا می‌گشتیم، هم می‌خواستیم ارزون باشه. ما 7 نفر بودیم در 3 سال تو دبی بودیم، توی خونه یه خوابه زندگی می‌کردیم، بعد هر کجا رفتیم گرون بود، یه خونه پیدا کردیم، گفتن یه خونه هست ارزون میدن نصف قیمت هست مونتا جن داره، جن داره. ما گفتم خب اشکال نداره میریم ببینیم بالاخره این خونه چی. رفتیم با خونه و خونه دیدیم خونه بدین، اتاق بزرگ، محل خیلی خوب، محل بستکی، محل مشهور دبی هستش، وسط محل خونه قشنگ خوب، 1500 درهم دبی اون وقت تقریبا کرایش بود، گفته بود 700 درهم. ما هم که گفتیم، گفتش که آره این 700 درهم هستش، گفتیم باشه میگیریمش. بعد خود صاحبخونه گفت ولی این خونه جن داره، ما هم گفتیم که خب اشکال نداره ما میگیریمش. بعد خود صاحبخونه یه دفعه مشکوک شد، میخوام بگم فرهنگ مردمه. میره تو ایران مردم فرهنگشون خیلی بالاست، رژیم پایین است، تو دبی برعکس است، سیستم حاکمه. یک بچه‌هاشو رفتن مثلا چیز درس خوندن، حاکمین دبی کسانی هستن که ترس حجاب رضا شاه زمان مثلا 50 60 سال پیش فرار کردن، اومدن اونجا و الان شدن حکومت اونجا. و زمان شاه مثلا کسرشون میکرد داشت عبا بپوشن، با کت و شلوار حکومت میکردن. بعد از انقلاب جمهوری اسلامی اینقدر خرابکاری کرده که اونا کسرش میکنه بگن ایرانی هم و عرب شدن و عربی صحبت میکنن و فارسی هم صحبت. من دفعه تو فرودگاه گرفتن، من آخرش همینطوری دیگه شروع کردم به فارسی باشون صحبت کردن، طرفم وزیر ما رو رد کرد، میدونستم ایرانی هستش دیگه. به این مفهوم حالا کار ندارم. تو این خونه که جن داشت، صاحبخونه گفت که ولی این خونه جن داره، ما گفتیم که خب اشکال نداره ما میگیریمش. بعد صاحبخونه یه دفعه مشکوک شد، میگم عرب بود و یه خود واقعا فرهنگ مردم خیلی پایین است، گفتش که یه دفعه مشکوک شد، گفت فکر ما کمونیستیم، یعنی یه بعد به کمونیست میگن شیوعی، بعد شیوعی هم اونجا توده ای به همه کلا کمونیست یعنی شیوعی، گفتش که نکنه شما شیوعی باشید. میدونه که کمونیست ها براشون جا افتاده که کمونیست ها با جن باشه، کمونیست ها کار نداره. بعد گفت نکنه شما شیوعی باشید. ما هم به خاطر که توجیه کنیم یه بد و بیرایی به توده گفتیم، چی میگه گور پدر نمیدونم توده یه شویی فلان، بالاخره اینطوری توجیه کردیم که چون میدونستیم توی منظور ایشون از شویی هم توده یه، چون برای اینا فقط توده جا افتاده بود و توده هم اونجا جا افتاده بود. در هر صورت ما دو این خونه که جنداش 3 سال زندگی کردیم با نصف قیمت و چیزی هم ندیدیم، یعنی هیچ اتفاقی نیفتاد. یه چیز دیگه که جالب بود توی دبی برای ما، من یه کتاب 200 صفحه‌ای بزرگ نوشته بودیم، من اون دوستم که الان توی مونتریال کانادا هستش، استاد دانشگاه است، این دوستمون با هم مینوشتیم، اطلاعات جمع می‌کردیم، خاطرات سفر 200 صفحه از اون کتاب‌های بزرگ. یکی از چیزهای جالبی که ما اونجا دیدیم،
توی دبی مثلا ما میرفتیم نقاشی میکردیم، کار نقاشی ساختمون، برقش، بلوکش، هر کاری میکردیم، به ما میدادن 80 درهم. تازه واردم نبود، ما که فنی نبودیم، استاد نبودیم، بالاخره همونجا یاد گرفته بودیم. ولی همین کارا مثلا پاکستانی از ما بهتر میکرد، بهش میدادن 50 درهم. وقتی میرسید مثلا به سریلانکایی که یکم رنگ پوستش تیره تر بود، بهش میدادن 30 درهم. یه کاراسا یا مثلا ترجمه از عربی به انگلیسی یا برعکس، به ایرانی ها میدادن 5000 درهم، به هندی پاکستان، مثلا هندیایی که مثلا مال شمال هندوستان بودن، طرفای کشمیر، میدادن 3000 درهم، و همون هندوستان جنوب مثلا کرلاش میدادن 2000 درهم. چرا این این تبعیض قشنگ ملموس. یا مثلا می آوردن ننی، میگفتن ننی یعنی کلفت که تو خونه هاشون کار بکنه، میرفتن مثلا از پاکستان، هند، فیلیپین آدم می آوردن که تو خونه هاشون کار بکنه. بعد مثلا میرفتی بنگاه های، حالا دقیقاً بنگاه فروش آدم بود، مثلا باز میکرد آلبوم میذاشت جلوش که مثلا این خانم فیلیپینی هستش، 23 سالش هست، اینقدر درس خونده، اینقدر قدش هست، همه چیز مشخص، عکسش هم اونجا بود، مثلا میگفتش که این قیمت. خب میاد تو خونه شما، شما میرفتی اینو میخریدی، میومد تو خونه شما، 6 ماه یه سال کار میکرد با این مبلغ. یه کار مشخص به نسبت رنگ پوست و سن و زشتی و زیبایی و کشور و همه اینا، قیمت ها مثلا یه دفعه میبینی از 800 درهم بود تا 200 درهم. و واقعا اینا رو ما عکس گرفته بودیم، تنظیم کرده بودیم، تیکای روزنامه رو کنده، چون چیز بود، تیکای روزنامه رو کنده بودیم، چیده بودیم، یه کتاب خیلی جالب بود. وقتی یه مشکلی پیدا شد، مجموعه کتابی برای این دوست من که اون وقت با اتحادیه کمونیست‌ها بود فرستاده بودن، بعد متو به نام من فرستاده بودن، بعد منم وقت یوانی نبودم، در اصل این رفیق ما یوانی بود، ایشون رفت بگیره، اینا گرفتنش، تریاد اطلاعات امنیت اونجا اینا گرفت و گفتن تریاد، تریاد اون به اصطلاح سازمان اطلاعات اونجا بهش میگن تریاد، تریاد ایشون رو گرفت و دنبال من بودن. این از زندان خبر کرد از طریق بچه‌ای که اونجا میشناخت، که سه چهار از این بستگی‌ها بچه آشنا بودن، ایرانی بودن، پلیس هم بودن، که دنبال اون میگردن. و همین باعث شد که اون گفته بود این مجاهد بوده رفته عراق، و اونطوری جواب داده بود، خبر کرد و ما دیگه مجبور شدیم از دبی هم قاچاقی درم برم هندوستان. من تا میخوام بگم که توی دبی مثلا مجاهدین وقت حکومت میکردن، نزدیک 500 تا شرط پلیس داشتن که بهشون چیز میکرد، به اصطلاح بهشون کمک مالی میکردن، امکانات خوبی داشتن، امکانات مالی خوبی داشتن، و حتی چپا بدون اجازه اونا نمیتونن اونجا فعال تو با اجازه اونا نمیتونن، ولی عملا اونها یه همچون حکومتی هم داشتن. خب تو رسیدی به هندوستان و از آره. شپشای داخل قاچاقی، آره قاچاقی، من از دبی دوباره از شارجه حرکت کردیم. حالا داستان رفتن به هندوستان هم اینطوری بود که ما باید با این دفعه اول دفعه بود که ما با لنج دیگه حرکت کردیم، با لنج رفتیم، موتور لنج موتورش خراب شد و ما با باد میرفتیم. روز اول از این به اصطلاح ناخدا پرسیدیم که چند روز طول میکشه، گفت 7 روز. فرداش گفتیم چند روز طول میکشه، گفت 7 روز. پس فردا گفتیم چند روز، 7 روز. این 7 روز همینطوری شد، ما بالاخره 13 روز تو دریا بودیم، 13 روز تو دریا بودیم و بالاخره تا رسیدیم هندوستان و لب مرز گرفتن و ما هم نمی‌دونستیم. توی دبی ما گفته بودن که اگر گرفتنید اون 100 دلار 100 درهم بدید، چی 100 روپی نمیدونم هر پولی بدید آزادتون میکنن. و من برام واقعا سخت بود که مستقیم شما رشوه بدید مثلا پلیس. تو ایران هم حالا الان شاید اینطوری هست، ولی تو زمان شما یادم رشوه بود، ولی مستقیم کسی رشوه نمیداد، یواشه که این گوشه یا لای کتاب میذاشتن، لای پاسپورت میذاشتن. منم جرئت نمی‌کردم مستقیم رشوه بدیم. ما روز اول، شب اول که گرفتن بردنمون، بالاخره ما رگامون زدیم، هنوز چیزاشو داریم، بالاخره رگا من بودم و سه تا بچهای ارمنی، رگامون رو زدیم که ما رو چون قرار بود ما رو داره دیپورت کنن به دبی، برگردونن به دبی، که برمیگردن خب ما رو به ایران برمیگردونن دیگه، ما بالاخره رگا رو زدیم و فلان، ما رو بردنمون چیز، بردنمون زندان. توی زندان که بردنمون دیدیم شپش و فلان خیلی وضع خرابه، دوز و قاچاقچی و هرون، یک مجموعه تن فروشون اینور اونور، خیلی اذیت می‌شدن، ببینید بچه‌های ارمنی که بچه‌ها سیاسی نبودن، منتها خب با ما اومده بودن. یه پلیس خودش اومد مستقیم گفتش که اگه می‌خواد یه اتاق خصوصی به اصطلاح سلول خصوصی بهتون بدیم، باید 100 درهم بدید، 100 روپی پول، 100 روپی بدید. ما هم با بچه‌ها مشورتی کردیم، گفتیم بالاخره 100 روپی چیزی نیست، میدیم 100 روپی دادیم. صبح ساعت 4 صبح یه دفعه همون پلیس اومد که بریم بند عمومی پیش، گفتیم چی شد؟ گفت پول یه شب بود. گفتیم پدرت خوب توی هتل اینجا 40 روپی 50 روپی، دو زندان شما می‌خوای شبی 100 روپی از ما بگیری؟ به بچه‌ها گفتیم بچه‌ها اگه از الان شروع کنیم برش دادن باید بدیم، بریم بالاخره بقیه هم که اینجا زندان درست، حالا نمیدونم دزد قاچاق هر چه، بالاخره اینا بعد وقتای قربانیان این جامعه هستن، و بریم بالاخره قاطی اینا. رفتیم قاطی اینا و ما دو ماه توی این زندان بودیم، البته دو هفته توی این زندان بودیم، بعد رفتیم دوباره دو ماه زندان بعدیش بودیم، ولی این زندان بود که ما تونستیم شپشا رو برگردونیم، چون زندان موقت به اصطلاح اونجا بود. یکی بود اونجا خیلی همه حرفشو میخوندن، ما بهش گفتیم که چیز کنیم، ما میخوایم اینجا را تمیز کنیم، تاید و صابون و این چیزا میخوام، گفت چی
بالاخره اینا رو ما گرفتیم، اینا همه سیگار میکشیدن مینداختن توف میکردن، پان می چیز به نام پان مثل تنباکو خودم میخوردن توف میکردن. ما صبح زود بلند شدیم، اول یه نیم ساعتی ورزش کردیم، بعدم شروع کردیم نظافت کردن. روز اول، روز دوم، روز سوم که به اصطلاح صابون و فلان میزدیم و تموم میشد، یه دفعه این آقایی که به اصطلاح قاچاق سیمان کرد، اون وقت هنوز توابع شورایی بودن و جزء بلوک شهر حساب میشد، طلا و سیمان اینا قاچاق بود. این آقای دکترم که اونجا خیلی حرفشا میخونه از بالا تا پایین، یه دفعه یکی از اینا که سیگارشو انداخت رفت یخشو گرفت، گفتش که اینا که نوکر شما نیستن، شما چیز میکنید دیگه، حق نداره کسی سیگار بندازه دیگه. سیگارو ننداختن و بعد روز بعدش تا دیگه اومدن ما ورزش کردن و خلاصه نزدیک مثلا 10 روز که شد دیگه همه ما ورزش میکردن و ما اینجا رو قشنگ تمیز کرده بودیم و رنگ گرفتیم با پول بچه‌ها زندان رو رنگ کردیم و روز 15 ما رو منتقل کردن از این زندان به زندان به اصطلاح عمومی شهر که 4000 نفر زندانی داشت. یادم از زمانی که ما رو خواستن منتقل کنن، رئیس زندان ناراحت بود، رئیس این زندان موقتا ناراحت بود، میگفتش که شما میری دوباره همینجا اینطوری میشه مثل که اول. بعد میگفت ای کاش 4 تا زنم با شما بود، چون قسمت بند زنان همین مشکل رو داشت، به کشش پیرو پاک نکن، میگوه اگه 4 تا زن با شما بود قسمت زنان ما میدونستیم این مشکل نظافتش حل کنیم. در اصل رفتیم اونجا و تو زندان بعدی که دو ماهی موندیم، بالاخره داستانش زیاده ولی قاچاقچی ایرانی ما را نجات داد. یعنی تو زندان بود خودش هم؟ نه تو زندان نبود. ما یه روز شنیدم که من یادمه که یه دفتر ساعت برگه هر روز نامه می نوشتم با مثلا 10 روپی به یه پلیس میادیم گفتیم پست کن به یو ان و عفو بین الملل و امنستی اینترنشنال این چیزا که بالاخره بدونن، ولی رفقای خودمون همه پولا رو میخوردن هیچ کار نمیکردن. یه دفعه گفتم ملاقات داری، دفعه یه پسر ایرانی هستش که اونم درگیر چیز بود، گویا نمیدونم یه قاچاقی کرده بود یه چیزی زندانش کرده بودن، این فکر میکرد که تو اون زندان مثلا ایرانی اومده یا طلا قاچاق کرده یا هروئین قاچاق کرده یا بعضی پولیش خوبه، این اومده بود یه شکلی باعث نجات ما، باعث نجات خودش بشه، این خودش باعث نجات ما شد. به این مفهوم که اومد گفت چیه؟ گفتیم والا ما اومدیم اینجا، ما آدمای سیاسی هستیم، ما قرار بود، ما واقعا اینطوری بود، قرار بود که از دبی بریم هندوستان به خاطر اینکه مشکل داشتیم و یه قاچاقچی بود که میگفتن آدم خوبی است و پول کسی نمیخوره و نخورده و نه از طریق این ایشون بریم کجا، از هندوستان بریم به اصطلاح اروپا یا آمریکا به اصطلاح کانادا. گفتیم ما دنبال اون، اسمش هم علی قول بود اون قاچاقچی، گفتیم علی قول قرار بوده که میگن پول کسی رو نخورده، گفت علی قول نه علی آقا، گفتیم خب حالا علی آقا برام نمیدونست، گفتش که نامه براش نوشتید، گفتم حالا ما 500 تا نامه تا برای 1000 خدا و پیغمبر نوشتیم ولی ایشونا کسی ما نمیشناسیم. گفت چجوری؟ گفتم بابا پلیس ما نامه میدیم، پول رو نامه میدیم پلیس، میگه خب پولا رو میدید پلیس، میگه پلیس میذاشه تو جیبش نامه تونم پاره میکرده. به همین سادگی ما هم نمیشه واقعا پلیس کارو میکرد. گفت نامه تونو بنویسید من فردا میدم علی آقا. ما یه نامه نوشتیم آقا جان ما از هند اومدیم و داستان میتونه قرار بود از طریق شما بریم و حالا اینجا هستیم. ما نامه رو به پسر دادیم، دو ساعت بعدش برگشت گفتش که نامه تو خوب نبود، من یه خود بهترش کردم، احتمالا مثلا زبان چربانر میخواستم ما نداشتیم به چیزی بشه. فردا صبحش ما ملاقات داشتیم و اتفاقا یه پسری اومد گفت من یکی از کارکنان علی آقا هستم و آدم بس پسر باحالی بود، گفت اینجا همه کلاش همه دزدی میکنه همه پول مردم، پول بهش کس نمیده، خیلی قشنگ اینم این آقا وکیل ماست، وکیل علی آقاست، ولی سواد پول کرد یه قرونم پول بهشون ندید. کار نرم، ایشون ما رو از طریق همین وکیل آزاد کرد و پولو که بالاخره به ما داده بودن دادیم و از این طریق ما آزاد شدیم و دیگه ما اومدیم یو ان شدیم. من 3 سال تو یو ان هندوستان مترجم بودم به اصطلاح. پس 6 سال الان از تاریخی اونی که از ایران خارج شدین. آره، از 4 سال بندرعباس من جزء تعبید حسابش میکنم، جزء چون آواره بودم. من 4 سال بندرعباس کفش از پام در نمی آوردم، فقط برای حمام رفتن یا مثلا چیز، وگرنه همیشه آماده بودم. خونه هم که گرفته بودیم دو تا در داشته در این طرف که مثلا اگه این ور زنگ می‌زدم ما ور داریم، ور زنگ می‌زدم ما ور داریم. ولی آره من 4 سال بندرعباس همیشه روز خارج هستم. 4 سال مخفی زندگی کردی؟ 4 سال بندرعباس. 3 سال توی دبی بودی؟ 3 سال هم هندوستان. 3 سال هم هندوستان. میشه 10 سال. درسته؟ 10 سال زندگی تو سختی، تو آوارگی. البته هندوستان دیگه چون من تو یو ان کار میکردم و دیگه قانونی شده بودیم دیگه میگفتیم خب اولین سفر قانونی به اصطلاح کانادا بود، ولی تو هندوستان دیگه من تو یو ان کار میکردم و دیگه رسما اونجا اقامت گرفتی تو یو ان هندوستان؟ چون من کار میکردم درخواست پناهندگی کردیم، سفارت کانادا ما را پذیرفت و خود یو ان هم اسپانسر ما شد، چون من خودم به اصطلاح کارمند یو ان بودم. ولی آره خیلی بودم اونجا، مثلا من مترجم بودم، مترجم ایرانیا و به اصطلاح افغانستانیایی که اومده بودن توی چیز اونجا، ما مترجم اینا. بابک یزدی، یه دونه ویدیو موزیک دیگه با هم میبینیم و میریم میبینیم کانادا چه گذشت. اوکی با ما باش. Alright, this next one is from the Pure Instinct album. It is You and I. 1 2 3
lost control because of you, babe. I lose control when you look at me like this. Something in your eyes that is saying tonight, and that it shines anymore. Love has opened the door to a new exciting life. I lose control when I'm close to you, babe. I lose control. Don't look at me like this. Something in your eyes is this love at first sight. Like a flower that grows, life just wants you to know all the secrets of life. It's all written down in your lifeline. It's written down inside your heart. کیوان جاوید هستم و ادامه برنامه از نزدیک و خصوصی رو تقدیم حضورتون میکنم. با
بابک یزدی مهمان امروز برنامه ما هستند. بابک یزدی از 4 سال زندگی مخفی در بندر عباس گفتند و 3 سال زندگی در دبی که با جن و اینا مبارزه کردند و همچنین 1 سال در کشور هندوستان بودند و کارشون اونجا از طرف UN درست شد و پرواز به سوی کانادا. سال بعدیمون اینه، بابک یزدی چه سالی برای کانادا پرواز کردید؟ من فکر میکنم 19 اکتبر سال 90 بود. سال 90 چند سال الان میشه؟ 16 سال پیش. همینجا میخوام نگه دارم بگم که همه این سالها تا اینجا شما با کدوم سازمان سیاسی فعالیت میکردین؟ تا تو هندوستان گفتم معزن، حالا تشکیلاتش از مجاهد شروع شد، گفتم حجتی شریعه، تشکیلاتی مجاهد بودم، بعد اقلیتی بودم، بعد راه کارگری بودم. بعد تو هندوستان با کدوم سازمان؟ تو هندوستان زمانی که من بودم با راه کارگر بودم. با راه کارگر تو چه سطحی از تو چه سطحی؟ مثلا در حدی که از من بالاتر فکر کنم یه نفر شاید بود، به این مفهوم که اونم فقط نشریات می اومد پخش میکردیم، گزارش میدیم، تمام گزارشاتی که اون زمان چه راجع به روز کارگر و نقاشایی که حتی دوستان میفرستن، گزارشات اون وقت من هنوز تو چیز هست، اگه دنبال بکنید نشد راه کارگر میگه این چیزی که از بابک یزدی، من از هندوستان بابک یزدی شدم، در زمین هستش که بابک یزدی تو راه کارگر چیز زیاد بود اون وقت بودن. کسی بارو در همین بودیم ما معمولا از آدم ها اسم واقعیشون رو میپرسیم، شما دوست دارید بگید اگه مشکلی دارید میتونین. امیدوارم جمهوری اسلامی که سقوط کرد همه با هم اسم ما هم بدونید. خب بعد میخوام بگم این همه فعالیت سیاسی، آیا زندگیتون همین بود؟ هیچ جنبه های راحت یا آسوده دیگری که تو زندگی وجود داشته باشه، این همه تنش نباشه، خوشی های زندگی، اینا چی بود براتون؟ من یه شکلی بوده که واقعا هیچ وقت از زندگیم نبوده که لذت نبرم، حتی در سخت‌ترین شرایط. از زندان هند که بودیم تجربه‌ای بود، یاد می‌گرفتیم توی دبی، توی هندوستان، حتی تو آوارگی بندر عباس، من همیشه از زندگیم لذت می‌بردم. الان فکرش می‌کنم به گذشته می‌بینم من همیشه از زندگیم لذت می‌بردم. میخوام بگم ترس براتون وجود خارجی نداره؟ من یادم تو دبی مثلا یه ماشین از این ماشینای جیپ ارتشی رو که میدیدیم، مثل ماشینای سپاه، واقعا ناخودآگاه من وقتی میپریدم پشت تیچ سنگر میگرفتم، بچه‌ها میگفتن باز دیوونه شد. یعنی این حالت ناخودآگاه از ماشین سپاه در میرفتیم طبیعتا بود، ترس بالای سرمون بود، شبا کابوس هم میدیدیم. بالاخره 4 سال تو بندر عباس گرم، شما کفش از پا در نیاری، این کابوسا هست. ولی یه شکلی که همیشه من از زندگیم لذت بردم و سعی کردم لذت بردم، یه سری محدودیت هایی بود که محدودیت ها بخشنم با اون تشکیلات می اومد. مثلا فرض کن محدودیت های اخلاقی که اکثرا داشتن، حالا بیشتر میتونیم اگه بخواد روش چیز کنیم، ولی لذت بردن از زندگی رو من همیشه لذت بردن. اولین بار که عاشق شدی اگه مخفی نباشه بعد از سقوط رژیم؟ آره، نه من یادمه که توی کارخونه افشاری از کار میکردم، من گفتم من روزا درس میخوندم، شبا روزا کار میکردم، شبا درس میخوندم، 15-16 سالم بود و ما 2-3 کارمند بودیم، چون من روزا کار میکردم شبا درس میخوندم، کارمند شده بودیم و به اصطلاح میتونستیم از قسمت ریسندگی به بافندگی و از بافندگی به قسمت زنان که قسمت تکمیل بود و پروسه ایبیابی و پارچه و نمیدونم پتو اینا بود میرفتیم. یه دختری بود، من فکر کنم همسن سال خود من بود، 3 سال من و ایشون گویا، حداقل من خودم میدونم، بعد متوجه شدم که ایشون هم منو واقعا دوست داشته. روزی 3 دفعه من ایشونو میدیدم، بعد دیگه من یه موتور گازی داشتم، صبح زود میرفتم، ساعت 5 صبح 6 کار شروع میشد، من 5 صبح میرفتم در خونه شون، همیشه اینو تعقیب میکردم تا اسکا اتوبوس، ایشون اتوبوس سوار میشد، اتوبوس شرکت میرفتیم تا در به اصطلاح شرکت سر کار. تو شرکتم چون من اجازه داشتم برم، حال بهونه کارم خوب به اصطلاح میرفتیم، دوبار در روز میدیدمش، باز از همینطوری تا در خونه شون. 3 سال داستان 1 سال که تکرار شد، یعنی من حالا تقریبا 16 سالم، از یه روز من همینطوری داشتم با موتور پشت سرش 5 تعقیبش میکردم رسو خونه، هیچ هم نمیگفتیم همین داستان. یه دفعه دیدم یه خانمی مچه دست منو گرفت، با موتور منو نگه داشت، گفت تو رو خدا دست سر ما بردار، دست سر بچه‌م بردار، آبرومو میره چی؟ گفتم چی خانم، چی شده، کجا شده؟ گفتش که من مادر فلانی ام، تو هر روز دنبالش میکنی اینطوری آبرومو میره تو محل، اگه میخوای بیا خواستگاری. حالا بچه 16 ساله، من اصلا زدم کلا چیز انکار کردم، نه چی کجا؟ گفت نه هر روز یه سال داری تعقیبش میکنی دیگه فلان اینا. گفتم من با درس بخونم، میدونستم همه چی میدونست که من گفتم میدونم داره درس میخونه همه اینا، خب یه نامزد کنید حلقه بذارید فلان که مثلا آبرومات تو محل نره. منم گفتم نه خانم اینا چیه. بالاخره
ما یک ماه خودمون رو نگه داشتیم نرفتیم، بعد از یک ماه نشد دیگه. باز شروع کردم، این 6 ماه این کارو کردم، این بدبختا خونشون رو عوض کردن به خاطر که آبروشون. من دوباره 3 ماه طول کشید تا خونه رو پیدا کردم و کار ندارم. تا 3 سالی گذشت، بعد از 3 سال یه دفعه فهمیدیم که یکی از بچه‌ها پیام داد که نگاه کن فلانی داره ازدواج میکنه و اگر میخوای ما میشناسیم، خونه‌هاشو میشناسیم، اینا هم دوست دارن با تو ازدواج بکنه، ولی تو داری. من حتی نزدیکترین رفیق خودم هم نمیگفتم واقعا اینا. چرا؟ نمیدونم واقعا، یه سری شاید جامعه، محدودیت، پدر مادر، نمیدونم واقعا چی بود بخشن که بالاخره من خودم حتی به نزدیکترین دوستم هم نگفته بودم، ولی واقعا اصلا زندگی من اینطوری لذت میبردم از همین رفتن اومدم. تا اینکه یک روز من رفتم همینطوری فلاکس آب برده بودم، علکی یخ میشکوندم و میکردم تو فلاکس اینا، ولی داشتم به محل نارخوردی اینا نگاه میکردم، یه دفعه دیدم خود دختره اومد بالای سر من و داره همینطوری زار اشک میریزه و فقط یک کلمه به من گفتش که من باید ازدواج کنم و من دارم میرم، اومدم خدافظی. تو این 2 سال ما یک موردم با هم حرف نزده بودیم و گفت من باید خدافظی کنم و باید برم و همین. ایشون ازدواج کرد رفت و منم دیگه از همون شهر رفتم، به خاطر حالا به اون تربیت معلم بود که من رفتم درس تربیت معلم بخونم، ولی دلیل اصلی که از شهر رفتم همین بود که می‌خواستم به اصطلاح. چه احساسی داری اگه دوباره برگردی تو اون سن با این فرهنگ چیکار می‌کنی؟ اون سن با اون فرهنگ، تو با این فرهنگ، با این فرهنگ سخته والا. اگه فرهنگ مردم هم همونطوری باشه به اون شکل بوده اینو نمیدونم، ولی خب راحت میرفتم بهش میگفتم، به پدرش مادرش میگفتم مشکل نداره، خب نامزد میکنیم حداقل با اون چیز. حتی من به ازدواج معتقد نیستم الان، ولی در اون فرهنگ با این سن و با اون فرهنگ و با اون چیز خیلی راحت تر برخورد میکردم. این برخورد ما تو تشکیلاتم داشتیم، بخشن از بالا بخشن هم از پایین. از تو تشکیلات تعریف کن، چند بار اتفاق افتاده تو؟ ببین سال 61 بود مجاهد، 60 بود فکر میکنم، اواخر 60 بود مجاهد به خاطر مسائل امنیتی فلان ازدواج تشکیلاتی رو انداخته بودن که میگفتن که هر کسی باید تو تشکیلاتی که رو پیدا کنه و ما بقیه کاراشو میکنیم. و ما هم وقت درگیر کارهای مثل عقب مونده، حالا بالاخره اون وقت معتقد بودیم کار میکردیم خیلی ازدواج چیه فلان چیه اینا، و تشکیلات فشار می آورد. یه دفعه مسئول اون استانی که بودیم هایز به ما فشار آورد فلان، چی شد کسی رو پیدا کردی باید یکی رو معرفی کنی، بگن ما یکی رو معرفی میکنیم مثل که زوری. منم هم همینطوری اسم گذاشتم رو یکی، در اصل یه دختری تو تشکیلات بود خوش قیافه و 4-5 سالی هم از خود من بزرگتر بود، ولی اون ابهت تشکیلاتی و همچه چیزهای شاید تو دل منم یکم رفته بود. منم اسم اینو گفتم، قول اگه اجباریه باشه این اسم دیگه. رفت پیداش نشد که نشد که نشد، یادش بخیر یکی از دوستان اون که بعدا اعدام شد گفت چی شد راستی تو چه کار کردی که دست سرت برداشتن؟ گفتم والا کاری نکردم، مجبور که من فلانی رو گفتم. گفت فلانی رو گفتی؟ گفتم والا. گفت این پارتنر، حالا ما میگیم پارتنر، گفت زن خودشه. تو زن خودشه گفتی؟ یعنی تو تشکیلات که طرف زن مسئول استان بود، واقعا نمیدونستیم زن مسئول استان هست. به همین دلیل خب گفتم یکی رو بگو، من اینو گفتم، اینم شانسی زن خودش در اومد و بدبختم دیگه تموم شد رفت دیگه. این اولی موردش. ولی مثلا تو هندوستان من یادم یکی از رفقای ما رفته و دوست دختر گرفته بود، به همین سادگی تو هندوستان بچه اقلیتی ما هم اقلیت دوست دختر گرفته و از تشکیلات بیرونش کردن، تحریمش کردن، کسی تحویلش نمیگرفت که رفته دوست دختر گرفته، به همین سادگی ها. میخوام بگم حالا اون که مذهبی بود، ولی تشکیلات به اصطلاح چپ مارکسیست، یعنی الان الان شاید اینطوری نباشه اون تشکلات دیگه. هنوزم بخشن من فکر میکنم اخلاقیات انقلابی، اخلاقیات کمونیست رو هم اکثرا معتقدن، ولی دیگه طرف دوست دختر میگیره فکر میکنم میگیرن دیگه، الان دیگه عادی شده. ولی اون وقت میگم تو هند مشخصا میشناسم کسی که رفقای خیلی خوب بود، فعال بود، جدی بود، ولی فقط به همین دلیل اصلا ایزولش کردن که رفته و دوست دختر گرفته. الان با هواپیما رسیدید روز اول به تورنتو رسیدید روز اول؟ ها از هندوستان الان میخوام وارد آسمان کانادا بشین. آه الان که به شما برم. رسیدید به کانادا چی فرق میکرد؟ چطور بود؟ چه احساسی داشتید وقتی وارد کانادا شدید؟ ها منظورتون از هندوستان که من وارد چی شدم 16 سال پیش؟ ما از هند رفتیم فرانسه، چند ساعتی هم فرانسه بودیم، فرانسه هم رو برای اولین دفعه دیدیم، خیلی هم خوشحال. بعد رسیدیم هندوستان، ما رفتیم توی هتل با یک از رفقای اقلیتی بودیم، وقت با هم اتفاقا پرواز داشتیم، مدام ما نیوفاندلند، ما سهمیه نیوفاندلند بودیم. نیوفاندلند نزدیکترین شهر به اصطلاح به اروپا است، 3 ساعت با خود کانادا به اصطلاح چیز داره، اختلاف ساعت داره. ما 2 ماه اونجا بودیم، یادم وقتی رفتیم اونجا اون رفیقم اسمش عباس بود و اسم مذهبی، همینطوری اسم اصلی من اسم مذهبی بود، اینا دور ما رو گرفتن شما مسلمانید؟ من تا اومدم بگم نه، این رفیقم عباس گفتش که همینطوری، گفت آره ول نکردن دیگه. یه سری از این مسلمان‌ها آره ما نماز داریم، مسجد داریم، نماز جمعه شما میاد. من دیگه تموجه گفتم ما مسلمان زاده ایم، مسلمان نیستیم.
دیدم ول به حواس گفتم ما چیکار که اینو میکشن فلان گفتم کجا رو میکشن ما اونجا میکشن فرار کردیم اومدیم اینجا که بازم بکشن خب بزن بکشن تو کدوم تو توی نیوفاندلند ولی ما دو ماه بیشتر نیوفاندلند نموندم و بلیط گرفتم رفتم هندوستان متو یه داستان شب اولی که رسیدیم ما شب اول توی یه شب توی هتل توی تورنتو موندیم بچه‌ها رفقای اقلیت و راه کارگر بچه‌ای که تو هند میشناختیم بخش از بچهای حزب که الان با حزب کار میکنم تو هندوستان ما میشناختیمشون اینا اومدن با ما یادمه که اولین موردی که رفتیم دو چیز جالب یادم خنده دار یکی که این دوست ما رفت دوش بگیره تو هندوستان وقتی میگه دوش اینجوری میکنه دوش بگیره یعنی آب با سطل پر میکنه اینجوری دوش میگیره رفته بود دوش بگیره بعد خب پرده و شکل جای دیگه ندیده بود گویا تا حالا فوق لیسانس زبان انگلیسی هم بود بچه خیلی خوبی هم هست علم هندوستانه این رفته بود پرده رو به جای که بزنه داخل وان حموم انداخته بود بیرون بعد ما همه تو اتاق هتل نشستیم داریم صحبت میکنیم و مشروب میخوریم و همه اینا یه دفعه دیدیم آب اومد آب همینطور که ما نشسته بودیم آب تو کل صحنه اتاق هتل چی شده بعد رفتیم دیدیم آره این به اصطلاح پرده رو به جای که بزنه داخل وان انداخته بیرون بعد آب همینطوری میاد اومده اینجا بعد این نمیخواست اشتباه خودش رو بپذیره میگم حموماشون خرابه حالا تو هتل یک هتل خوبه میگیره چه حموماشون خرابه حالا قبل از اینکه بریم بالا این اتفاق بیفته پایین هتل نشستیم منتظر که بچه‌ها بیان یه آبجو آورد تو هندوستان دارم تو ایرانم آبجو شیشه‌اشو با درواز کن باز می‌کردیم دیگه اینجا تخم می‌تونی با دست باز می‌کنی ما رفتیم دیدیم شیشه آبجو گفتیم آبجو گذاشت جلو ما جلو ایشونو رفت ما منتظریم حالا درواز کن بیاره این 5 6 دقیقه شد دیگه ما هم صداش کردیم به انگلیسی گفتیم ممکن یه درواز کن برامون بیاره گفت برای چی می‌خواد گفتیم برای آبجو اینا اومد تق گرفت اینجوری باز کرد ما فکر می‌کنیم واقعا چقدر طرف قویه یه دختر چیز مثلا 17 ساله گفتیم چقدر قویه واقعا بعد اینا با آبجو خوردیم رفتیم بالا به بچه‌ها تعریف کردیم گفتم بابا جان آبجو اینجا همش اینطوریه بعد از باز میشه این دو چیز شب اول هندوستان یادم خب بعد رفتیم و برگشتیم و من از اون وقت مدتی با راه کارگر موندم و به اصطلاح شروع کردم اونجا بازم طبق روال گویا من عادت کردم روزا کار کنم شبا درس بخونم ببخشید اینجا اتفاقا برعکسش روزا کار کردم شبا روزا درس خوندم شبا کار کردم کامپیوتر خوندم و بعدم کامپیوتر خوندی نه. همه فکر میکنم کمی بیش تو تلویزیون کانال جدید اسمتون رو شنیدم به عنوان همکار تلویزیون کانال جدید کار فنی و استاد کامپیوتر آچار فرانسه تو وقتی رفتی کانادا خب میدونم فعال بودی اینا ولی غیر از اینکه درس بخونی و کار بکنی اینا فضای فرهنگی اونجا چه تأثیری روی تو گذاشت؟ ببین من توی تفکرم بخشن بخش تفکر راه کارگری بود بخشن هم من دوست داشتم مثلا من تو انجمن ایرانیان درگیر بودم جزء هیئت مدیره شدم من جزء هیئت مدیره انجمن بودم و جالبش اینجاست که من جزء هیئت مدیره انجمن ایرانیان اونتاریو بودم از 320 رای به من 310 تا رای داده بودن همیشه تقسیم بندی بود بین این گروه اون گروه سلطنت طلب توده مجاهد فلان و یه شکلی بود که همه به من رای میدادن همه میدونستن من کمونیستم حالا با همون روایتی که من اون وقت کمونیست بودم ولی میدونستن من کمونیستم هیچ وقتم از همون کمونیستم کوتاه نمیومدم مثلا من تو راه کارگر کمونیست ضد مذهبی بودم که این تیکش با راه کارگرم نمیخوند همیشه میگفتن این چون از مذهب اومده خیلی مذهبی بوده اشکال نداره خود اونا میگفتن این چون خیلی مذهبی بوده حالا به مذهب توهین میکنه و به مذهب رابطش خوب نیست اشکال نداره ولی تو خود انجمن ایرانیان یادمه که همیشه گروه بندی و دسته بندی این چیزا بود ولی همشون به من رأی میدادن مثلا دقیقاً یادمه رأی 160 140 بود همیشه اونایی که 160 میوردن میرفتن اونورا که 140 ولی در مجموع 160 140 رأی من همیشه 300 به بالا و جزء هیئت مدیرشون بودم کلاس کامپیوتر من اونجا گذاشتم کتابخونه اونجا رو ما رو انداختیم با یک دو تا دیگه بچه‌ها یادمه کتابای من نزدیک 200 تا کتاب شخصی خودم که از هند آورده بودم همه‌شو دادم تو اون کتابخونه و اولین کتابخونه رو اونطوری رو انداختیم مثلا یادم اون وقت هنوز کلی درباره ما خیلی کتابای خوبی بود کتابای کلی درباره من هنوز اونجا هستش به این مفهوم اومدیم جلو بخشا میگم تفکر راه کارگری بود بخشا منم دوست داشتم تو این بجوشیم و مطابق بعد میگفتم میریم اونجا نفوذ میکنیم عضو میگیریم تفکر راه کارگری مثلا اون وقت به این شکل هیچ وقتم یه عضوم نگرفتن بعد خب این زندگی شنیدم شما بعد از یه مدت که توی کانادا بودید رفتید کوبا داستان کوبا میخوام بدونم چطوره داستان کوبای من آره من یه دوست دارم امیر که توی کوباست هنوزم توی کوباست مونتا ایشون سیتیزن سوئد است خانومش هم کوبایی است منم برای حالا کوبای سوسیالیستی رو می‌خواستم ببینیم رفتم کوبا و امیر رو دیدم و از اونجا من به اصطلاح با پارتنر سابقم آشنا شدم پارتنر سابق من کوبایی بود که ما 6 سال با هم زندگی می‌کردیم 5 سال 5 سال خورده‌ای در رفتن دیگه از این طریق ما رفتیم مثلا سفر آخری که رفتم کوبا یادمه 12 نفر رفتیم 12 نفر از جمله مریم نمازی و داوود و آرام 12 نفر رفقای حزبی رفتیم که 12مین
کنگره جوانان آمریکای لاتین بود، لزوما هم چپ نبود، همه جوانان آمریکای لاتین 6000 نفر بودیم. که چیزای جالبی دیدم، مثلا تو آخرین به قول گفتنی کلوزینگ سرمونیش، مراسم اختتامیش، خود کاسترو هم صحبت کرد که ما تو اونجا یک دنیا بهترم بهش دادیم و یادم گفت قول میدم کمترین سخنرانی ما بکنم. 4 ساعت و ربع سخنرانی کرد بدون نوت و بدون هیچ چیز. بعدم وقتی چیز اومد، اون به اصطلاح نفر بعدی اومد که اعلام کنه، گفت قولش اجرا کرد و واقعا هم گویا این کوچکترین سخنرانیش بوده. 4 ساعت و ربع سخنرانی کرده بود و قولش هم وفا کرده بود، گویا سخنرانی 7 8 ساعته میکنه. بعد چه دیدی، چطور بود؟ ببین، کوبا یک مجموعه ملغمه پیچیده ای هستش. یه سری از اون به اصطلاح نسیم سوسیالیستی که وقتی منصور حکمت گفته بود، یک کمی از همون نسیم سوسیالیست هنوز اونجا مونده بود و قشنگ بود. مثلا تحصیلات رایگان، بهداشت رایگان، نمیدونم آموزش پرورش رایگان، اینا رو می‌بینی شده مثبت. اون طرف قضیه چیزا می‌بینی که واقعا جمهوری اسلامی عقب‌تر. من خودم میگم یه جنبش ضد امپریالیستیه، اون تعریفی که کرده بود منصور حکمت، جنبش ضد امپریالیسم پیروزم شده. این طرف که میبینی کنار چاوز از به اصطلاح ونزوئلا همه امکاناتش در اختیار او قرار میده، کارهای مثبتی میکنه، خوب. اون طرف مثلا میبینی مثلا قبل خمینی، جنبش ضد امپریالیستی که هر چیز ضد امپریالیستی رو چیز میکنه. برای مردم چطوره بالاخره؟ برای مردم ببین، مردم حداقل اون دفعه قبل که من رفتم، با این دفعه یه سری تغییراتی بود که من تو این تلویزیون برنامه گپ 16 رو بستم، کامل اونجا هستش، دوستان میتونن نگاه کنن. ولی من یه ذره به سمت بهتر شدن تو این 6 سال میبینم. ولی مردم، 20% مردم واقعا مخالفن. 20% به نظر من، 20% مردم هم واقعا موافقن. 60% مردم هم یه شکلی دیگه اصلا زندگیشون هم میکنن، درگیر نیستن. ولی پس موافق و مخالفش برابرن تقریبا اینجوری که به یه مفهومی. منتها یه حالت ناسیونال، البته یه چیز بگم، فرهنگ مردم کوبا واقعا فرهنگ بالایی هستش. اینا کاستور هم تو اون هم سخنرانیش میگفت، من فکر می‌کنم خب داره حس ناسیونالیستیش گل کرده. ولی تو مردم می‌بینه، شما تو کوبا یک چیز از یکی بخوا با زبان ایما اشاره بیاد بره، به یه شکل بالاخره تا مشکل شما رو حل نکنه ول نمی‌کنه. مثل مردم اینجا اصلا همسرش همسر رو نمیشناسه، کسی با کسی کار نداره. یه فرهنگ اینچنانی بالایی دارن مردم، واقعا فرهنگ بالایی دارن. یعنی کمک به هم میگن، همه به هم کمک میکنن، ماشینا هم دیگه رو سوار میکنن. عرض کنم که یه سری ماشینا که خب شماره دولتی داره که اصلا نگران میدارن مجبور افرادی که از مسیر به مسیر دیگه میخوان برن پیاده چیز میکنن، سوار میکنن. ولی فرهنگ مردم هم طوری هستش که حس تعاون و همکاری همه جا هست. یه چیزی هم که مثلا دفعه قبل من دیدم که هنوز برام جالب بود، چیز بود به اصطلاح هم نشد، واقعا این تو شورا بود، یه شکلی شورا بود، نه اینکه شورای واقعی که ما میگیم. ولی من یادمه که توی خونه یک بود که سه طرفه بود، به اصطلاح بنبست سه طرفه، یه دفعه بود 200 نفر مردم جمع شدن، پیر جوان پا برنه فلان. و من توی خونه که بودم، به اصطلاح از اون پارتنر سابقم گفتم داستان چیه، یک کم هم من متوجه میشدم ولی خب برام ترجمه میکرد. گفت شورا گرفتن. گفتم سر چی؟ گفت شورا گرفتن سر مسئله تنفروشی که ببینن چیکارش کنن. گفتم یعنی اینا دارن تصمیم میگیرن؟ گفت نه، همین الان، نه تنها اینجا بلکه تمام دهات و شهرها و فلان، تمام کوبا در همین الان در این ساعت همه مردم نشستن تو شوراهاشون تصمیم میگیرن راجع به مسئله. این کالا تصمیم نهایی رو واقعا کی میگرفت؟ حزب میگرفت؟ نمیدونم فیدل میگرفت یا شوراها میگرفتن؟ نمیدونم. ولی همچون حداقل سمبولیک هم چیز قشنگی بود که من میدیدم که مردم جمع شدن، بزرگ و کوچیک، حالا فقیر و غنی که وجود نداشت، همه بدبخت به خاطر بخشن معاصره و بخشن سیاست غلط دولت، بالاخره فقیر بودن. ولی این اونم من خیلی لذت بردم از این. تعداد دکتراش شنیدم به اندازه نفت آره، ونزوئلا دکتر داره. آره، کوبا به تنهایی بیش از کل کشورهای آمریکای لاتین دکتر داره و میگن که برای هر فکر میکنم نمیدونم 60 نفر 600 نفر همین چیز تعداد دکتراش از همه جای دنیا بیشتر هستش به نسبت به اصطلاح درصد که میگن، و به تنهایی بیش از تمام آمریکای لاتین دکتر داره. حتی اخیراً هم که این مشکلی که تو آمریکا پیدا شد، اون طوفانی که اومد، کاسترو گفت ما حاضریم 2000 تا دکتر بهتون بدیم. یه چیزی چقدر صحت داره نمیدونم، ولی همین الان هم میگن که نزدیک 500 هزار خیلی هم نیم میلیون میشه، چون واقعا چقدر صحت داره. ولی آمار هستش که میگن که هنوز در حال حاضر دکتر و نمیدونم سرباز و معلم و اینا کوبایی در فعالیت اینترنشنالیستی مشغولن در کشورهای دیگه. دقیقاً اون منم اینو قبلا شنیدم. ولی اون چیزی که من تو هم برنامه گپی هم که گذاشتم دیدم که مثلا دکتری از نیکاراگوئه اومده بود اونجا درسش خونده بود، داشت میرفت. یا همین دوست من امیر که اونجاست داره درس میخونه پزشکی، و پزشکی کوبا بالاست، پزشکی کوبا
یه سری اختراعات و ابداعاتی هم کردن که به نسبت خودشون خیلی جذابه. پزشکیشون خیلی جالب است. که با پارتنر سابقتون عاشق شدی دیدی چی شد؟ نه عاشقم نه، از طریق همین امیر و به اصطلاح پارتنر امیر به اصطلاح معرفی شد و آشنا شدیم و من 5 دفعه رفتم کوبا، دفعه پنجم به اصطلاح ازدواج کردیم و یعنی بعد از تقریبا 3 سال طول کشید. اون که نمیتونست بیاد کانادا. نه ما مجبور شدیم همون چیزی که من معتقد نبودم ازدواج به اصطلاح یعنی اون پیپر ورد کاغذ بازی اداری رو انجام بدیم که بتونیم ایشونو بیاریم و 3 ماه بیشتر طول نکشید از اداری زیاد طول نکشید از زمانی که ما مثلا ازدواج کردیم که روی سایت من عکسای اون ازدواجم تو کوبا هستش. من اگه امکان داشته باشه اتاق فرمان بعضی از این عکس‌ها رو بذاره خیلی هم خوب میشه دیدن اون عکس‌ها، مجموعه عکس‌ها. اما چطور شد، کی شد که به حزب کمونیست کارگری؟ شما الان عضو کمیته مرکزی حزب کمونیست کارگری هستید. نه. درسته؟ اگه قبولمون داشته باشید. قبول. و چطور شد به حزب کمونیست کارگری پیوستین؟ من زمانی که با راه کارگر بودم، مجموعه حالا چپ از جمله راه کارگر کاری عملا توی کانادا من نمی‌دیدم. سالی ماه یه دفعه اطلاعیه بیاد و همین در همیت و منو واقعا قانع نمی‌کرد. من از جنبش کمونیست کارگری مشخصا ما اون وقت به ما گفته بودن که منصور حکمت یه بچه سوسول سرمایه‌دار خارج کشوری، اینطوری به ما گفته بودن. کی از کجاست میشنید؟ اینا از چپ سنتی که به ما گفته بود که هیچ. من یادم میاد بعد از اینکه من عضو کمونیست کارگری هم شدم، حالا اسنبرم شاید بهتره، یکی از این دوستانی که خیلی من هنوز براش احترام قائلم و خیلی زده مذهب کار میکنه و از زمان شاه به اصطلاح یکی از رفرنس های ما بود، ایشون اومده بود خود ما دعوتش کرده بودیم تو کانون خاوران، دعوتش کرده بودیم بیاد توی کانادا صحبت کنه. من یه دفعه ازش سوال کردم که راستی به نظر دی حزب کمونیست کارگری چجوریه؟ گفت اینا یه سری بچه پولدار سوسول خارج کشورن. فهمیدم حرفی که 20 سال پیش ما میزدن هنوز حتی این دوستان خیلی قابل احترام هم میزنن. ولی من عضو به اصطلاح با راه کارگر کار میکردم، ولی به قول بچه‌ها میگفتن این با راه کارگره ولی بیشتر از اعضای حزب به کمک میکنه. من جلسات حزب مرتب میومدم دنبال میکردم و واقعا هم چون میدونم دارن کار میکنم گفتم دارن کار میکنن کمک میکردم. و یه روز دیگه با محسن ابراهیمی به اصطلاح نشستیم، رفیقمون که اونجا ما هم رفیق بودیم ولی با حزبی بود و من نبودم، گفتم من میخوام عضو حزب بشم ولی یه شرط داره. گفت چیه؟ گفتم شرط اینه که مثلا مسئله خاوران رو کانون خاوران رو اگه بخواد صحبت میکنیم که مثلا من روش حساس بودم و نمیخوام چیز کنم به اصطلاح فاصله بگیرم و کارم رو لنگ به اون انجام ندم. اینا گفت اتفاقا شرطه، اگه بخوای باید حتما این کارو بکنی، اگه بخوای کارو نکنی مثلا راحت نمیده. برای شوخی که از اونجا نشستیم و صحبت کردیم. من یه سری نقدای با موزه اون زمانم داشتم که نشستیم برنامه رو با هم دوباره مطالعه کردیم. بخشی برای من جانه افتاده بود، بالاخره صحبت کردیم و خوشبختانه. و خیلی فاصله این که از عضویت در حزب تا عضو کمیته مرکزی یه فاصله خیلی طولانی نبود؟ نه تو حزب کمونیست کارگری 5 سال شد. آره و ولی چرا نمیشه تو جریانات دیگه که بعضن تو جونتو براشون به خطر انداختی این فاصله پر؟ من یادم هستش که مثلا توی اقلیت یا مجاهد یا راکار اینا به همشون یه شکل بود، آقا سمپات بشو، هوادار بشو، کاندید عضو بشو، نمیدونم عضو بشو فلان اینا. و بعدم اون بحث میگم اخلاقیات، باید شما یکی رو میخواد چیز کنی هفت خان رستم طی بشه، یه جا به یکی بد نگاه کرده باشه، یه جا به یکی چپ نگاه کرده باشه، 10 نفر تاییدش بکنن. و این مثال یه مجموعه بود به نظر من بخشن مذهبی بود، خارج از اینکه بالاخره مبارزه بود نظم و انضباط اون وقتم میگفتیم خوب بوده، ولی اون مفهوم باعث میشد من تو حزب راحت بودم و دوست داشتم کار کنم. میگم با بقیه هم با راه کارگر بودم، با حزب کار میکردم، فعالیت میکردم، اینجا جای من همینجاست، کاری که من میخوام و واقعا لذت میبردم. گفتم بود که ولی تو حزب لذت بردن من بیشتر شد و یه دفعه دیدم که شدم نماینده. فعالیت حزبی به فعالیت شخصی در تناقض نبود به این معنا؟ نه اینکه نبود، اصلا یکی شده بود، جفتش با هم شد. من لذت میبردم، واقعا لذت میبردم. و تو خیلی از احزاب دیگه همونطوری که هم گفتید کسی که فعالیت سیاسیش در تناقض بود عملا با فعالیت بسیار زندگی شخصیش، از جمله با اینکه چطور با کی دوست میشه، با کی رابطه خصوصی داره، چه فیلمی دوست داره، حتی نوع موسیقی گوش میکنه، خب تمام اینا برات احساس میکردی؟ ببین میخوام بگم خود حزب علل عموم، ولی شاید خود نادر منصور حکمت بالاخص. من قبل از اینکه من بیام با حزب کار بکنم حزب یا منصور حکمت مشخصا منو آزاد کرد، یعنی تأثیری که خود نادر رو من داشت این بود که به این مفهوم که ما
با جنات دیگه هم بودیم تو مذهبی که هستی خب بالاخره کار بد نمی‌کنی که گناه نکنی، کار خوب می‌کنی که ثواب بکنی. بعضیا میرن نمیدونم از به خاطر خوبی بهش ثواب می‌کنن، بعضیا به خاطر ترس از جهنم. توی چپای دیگه هم بخشن به این مفهوم بود که حالا رفیق تشکیلاتت عضو بشی فلان بشی، هنوز در قید و بند بودی. تو اینجا من با شناخت منصور حکمت و شناخت چپ و کمونیست کارگری و این سنت فهمیدم که تو قبل از هر کاری بخوای بگو خودت آزاد بکنی، آزاد به این مفهوم که تو اول خودت آزاد بکن تا بتونی رفیق بعدی تو آزاد بکنی. و حزب، من قبل از هر چیز مدیون حزب و منصور حکمت و این جنبش هستم که منو آزاد کرد. وقتی من آزاد شدم دیدم قبلا مثلا تو یه خانم خوشت میومد نباید بگی بده، زشته. حزب میگه آقا جان اخلاقیات دیگه نداریم، زندگی خصوصی است و تازه بد نیست. این روابط نمیدونم مسیجی که به شکل مذهبیش هم اینطوری هست، شکل مذهبی محمد 14 تا زن داره ولی گویا رابطه جنسی بد است. مگه بعد خود چرا 14 تا زن داشته بابا؟ یا در 50 سالگی میره با دختر 9 ساله نمیدونم ازدواج میکنه، تجاوز میکنه، ولی با اینا همه این رابطه برای دیگران بد است. تو حتی چپام یه مفهومی بود که یه شکل حالت این محدودیت، حالت بد است، روابط جنسی تابو است، کلمات جنسی تابو است یه شکلی. ولی وقتی میای توی حزب میبینی بهترین انسان‌ها، شریف‌ترین انسان‌ها اینجا هستن و انسان‌های آزاد اینجا هستن، انسانی هستن که خودشون انتخاب کردن و انتخاب میکنن. این آزادی را من تو هیچ کدوم از مجموعه این جریاناتی که بودم، چه مذهبی چه غیر مذهبیش، نمیدم. هنوزم فکر میکنم اینطوری هست نیست. اما شنیدم که یه نامه ای بین تو و منصور حکمت رد و بدل شده. این نامه در مورد شاملو، نامه تاریخی شده. این نامه آخرش تاریخی شد به اصطلاح. متاسفانه ای کاش من همه اون نامه رو نگه می‌داشتم. نامه اول به انگلیسی، به اصطلاح به قول خودمون فارگلیسی بود، یورو فارسی بود. شاملو که فوت کرد من هنوز خب به ادبیات اون چیزا علاقه داشتم و هنوز داشتم دارم، ولی شاملو که فوت کرد من برداشتم یه نامه به چیز نوشتم. اول پایین همونجا دبیر فکر کنم وقت محمود احمدی بود، گفتم که بالاخره شاملو مورد ما تسلیت بگیم، بالاخره شاملو رادیکال بوده، انقلابی بوده، نمیدونم چپ بوده، این چیزا زیاد وجه داده نشد. و بعد تو خانه حزب مثلا بحث شد و یه موافق و یه خود مخالف و فلان و اینا. و بعد من به نادر همینطوری تو پارتاک میومد اون وقتا، همینطوری می نوشتم و اون جواب میداد. و بعد بعضی وقتا دیدم این نوشتن همون چتا یه دفعه مثلا میشد یه 10-20 خط. و نگار نداشتیش؟ نه میگم متاسفانه من تنها چیزی که از نادر از محموده ای که اون آدم واسه یکم نامه ای کار تو کنگرسه دوربینا بهش دادم و در هر صورت اینا نوشتم و جواب هانو نه. و بالاخره من قانع نمیشدم چون بالاخره من زیاد مدت زیادی نبود عضو چی بهت میگفت که دستور میداد که نه نباید این کارو نظرشو میگفت. میگم برام جالب بود، قشنگ بود، ولی خب بالاخره شاملو هست دیگه، شاملو بوت به اصطلاح. تو میگفتی مراسم بگیریم، میگفتم من میگفتم که شاملو رو نذاریم حزب توده و اکثریت و راست جامعه با خودش تداعی کنه. شاملو رادیکال بود، سرنگونی طلب بود، ضد رژیم بود، ضد دو خرداد بود، همه اینا بود و منظور کردم قبول میکرد که بوده. میگفتم نذاریم با اونا تداعی بشه، ما باید مثلا تسلیت بگیم. اون میگه ما سنت شاعر حزبی، نویسنده حزبی این چیزا نداریم. و کلا همون که تو چیزش هم نوشته فردین هم مرد، اون هنرپیشه بود دیگه، نمیدونم نادرپور هم مرد، ما تسلیت نمیم، ما شاعر حزبی نمیخوام. درست که ما هنر حزبی نداریم، هنر متحد، ادبیات متحد، این تو اون مسائلی که اونا دارن، هنر انقلابی این چیزا میگفت ما نداریم. برای من سخت بود، یعنی چی نداریم؟ قبلا ما داشتیم دیگه به شکلی. بعد تا دیگه من اون نامه رو فارسی نوشتم، چون تو جلسه حزبی، جلسه خانه حزب بحث شد، اون نامه رو رسما نوشتم به نادر و نادرم اون نامه رو جواب داد. بازم داخلی بود، یه دفعه دیدم سایت دیدگاه اینا گذاشته. بعد من فکر میکردم خود نادر براشون فرستاده بود. اول اینجایی که گذاشت سایت دیدگاه، بعدم گفتیم چی شد؟ دقیقاً به خاطر اینکه من یادم مردم آره مردم بفهمن اینا بالاخره نظر چیه. من یادمه گفته بودن این شایعه‌ای شده بود که اینا دستور دادن که در مورد شاملو چیزی نکنین و فعالیت نکنین. می‌خواست متن نامه‌ای که نامه اومد نادرم نگفت افراد میتونن نظرشون رو بنویسن، نقد کنن، بررسی کنن. گفت درست است که ما الان شاملو آدم شریفی بود، آدم مبارزی بود، آدم انقلابی بود، ولی ما درست نیست تو الان شروع کنیم نقدش کردن. و در ضمن اون طرف هم اون سنت نداریم که اصلا تسلیت بگیم. میگم نامش کامل هستش دیگه، ولی
یادم اولین موردی که تو کنگره دیدمش بحث باز شعر و ادبیات و فلان بود، اولین موردی که من دیدمش دفعه گفتش که برید سراغ بابک، شعر و شاملو و ادبیات میخواد برید سراغ بابک، اومد خودش. و یه گفتی یه موضوع دیگه هم شد که یه نامه دیگه ازش داره. آره، اگر فیلم های کنگره که تاریخی شد کنگره سوم، اولین موردی بود که من منصور حکمت از نزدیک دیدمش و واقعا لذت بردم. یعنی من بعد از دو روز که دیدمش فکر میکردم که من سالهاست اینو میشناسم، اصلا با هم بچگی بازی میکردیم، یعنی اینقدر با هم راحت و ریلکس بودی که شاید مثلا من الان با خیلی از رفقای حزبی که سالا با هم هستیم اینطوری نزدیک نبودیم. یعنی این نادری احساسی داشت که فکر کنم اکثر بچه‌ها که همچنین خودت از نزدیک دیدنش این احساس میکردن، که احساس میکردی باش راحتی ریلکسی، میتونی شوخی کنی، بالاتر از تو نیست، تو این احساس طوری در شما به وجود میورد که خیلی راحت و ریلکس بودی. من یادم کنگرسه که اگه یاد باشه مشکل پیدا کرد رفت، چند ساعتی نبود و اون کوروش مدرسی جلسه رو کنترل میکردی که دو موردم سر کی رحمان حسین زاده اینا داد زد. در اصل وقتی برگشت، من اینو میخوام بگم که وقتی برگشت من اینقدر باش راحت بودم بهش گفتم نادر خوب جیم شدی ها. یعنی میخوام بگم اینا بعد که فهمیدم مریض بوده و مشکله، واقعا خیلی از خودم ناراحت شدم، ولی اون خیلی راحت گفتش که نه مشکل داشتم باید میرفتم دکتر آمیدم. یعنی به همین سادگی. ولی من دو روز بود دوستان نیدادمش، لیدر یه جنبش عظیم کمونیست کارگری، ولی ما اینقدر با هم راحت بودیم که بهش گفتم نادر خوب جیم شدی ها، دو ساعت نبود دیگه، و اینم خیلی راحت مثلا چیز اینقدر با هم راحت بودیم. یا یادم میاد مثلا ما تو کوبا که رفتیم اون جلسه‌ای که داشتیم با یه سری بچهای کمونیست کوبا، ما خودمون رو تعریف کردیم، اول فکر کردم ما توده ای هستیم، بعد که فهمیدن و چی شد و جلسه رسمی شد اینا، گفتن اگر شما روزی به قدرت بخواد نزدیک بشید ما هم نیروی جسمی بهتون میدیم، هم پول بهتون میدیم، هم اسلحه بهتون میدیم. من برام خیلی جالب بود، من اینو به نادر تو هم جلسه گفتم، گفت وقتی قدرت بشیم خیلی دیگه هم اون پول میدن. یعنی خیلی راحت از کنارش رد شد، درست هم میگفت، گفت اگه قدرت بشی پول از جای دیگه هم میرسه. میخوام بگم نادر خیلی راحت و ریلکس. حالا اون نامه ای که میگم، بعد فیلمایی که من میخواستم از کنگره فیلم برداری کنم، یادم اون امان کفا مسئول تکنیکی و فنی و چیزای چیز گفت نه نمیشه. بعد ما هم وقت همون تلویزیون گپو که میچرخوندیم برای کانادا رفتیم بهش گفتیم، من و محمود احمدی بهش گفتیم ما میخوام، نادر گفت اشکال نداره اون گوشه خوبه، اتفاقا اون گوشه خوبی هم بود. گفتم ما اونجا واسادیم فیلما رو گرفتیم، گفت اتفاقا اصلا شما لازم داریم، چون فیلم شما مثلا یکیشون پاله که سکام شما برای که اینجا خوبه که برای اروپا که برای کانادا. بالاخره ما فیلما رو گرفتیم و وقتی تموم شد گفت اگه اشکال نداره فیلما رو بدید من یک کپی ازش بگیرم با دوربینتون، بعد من میفرستم بیارم. فیلما رو گذاشتیم براش و دوربین رو، بعد داد اینا توسط سعید جون مامان خودش آورد کانادا. بعد یه ادپتور هم بود که ادپتور کانادا به اینجا اینو سوزونده بود نادر. بعد یه نامه بلند بالا نوشته بود فقط به خاطر اون ادپتوره، نوشته بود خیلی ممنون دستتون درد نکنه ولی ادپتورتون رو من سوزوندم، هنوز اون نامه رو من دارم که اگر خیلی گرون بوده پولش رو بتونم رو شوخی اینا، هم اون نامه هنوز اون چیزیه که من از نادر دارم تو کیفم مونده. خب پس اجازه بدین یه ویدیو موزیک دیگه با هم ببینیم و آخرین بخش این برنامه رو که هرچند میدونم خیلی کوتاه شده، داستانهای شیرین زندگی شما، ولی بعد از یه ویدیوی موزیک. کیوان جاوید هستم و ادامه برنامه از نزدیک و خصوصی رو تقدیم حضورتون میکنم. مهمان برنامه شب ما بابک یزدی است. ما زندگی بابک یزدی رو خیلی خلاصه تا اینجا تعریف کردیم که الان در کانادا زندگی میکنن و عضو کمیته مرکزی حزب کمونیست کارگری ایران هستند. اما بابک یزدی شما در مورد خاوران گفتید، خاوران چیه و چرا این پروژه رو شروع کردید و چرا توی این کار هستید؟ خاوران نام به اصطلاح نشریه‌ای که ما میدیم هست. خاوران نامش رو به این شکل انتخاب کردیم که مهمترین گورستان دست جمعی به اصطلاح قربانیان سال 60 و 67 است، تابستان 67، گورستانی است که کنار به اصطلاح گورستان قبلا همش میگفتن کفار یا نزدیک قبرستان بهایی‌هاس. در هر صورت خاوران اول ما یه جریانی داشتیم به نام سازمان دفاع از زندانیان سیاسی. سازمان دفاع از زندانیان سیاسی را ما یه مجموعه به اصطلاح دوستان و رفقای نشستیم و گفتیم که به اصطلاح قتل عام 67 شده، ما باید یاد این عزیزان را گرامی بداریم، نه به مفهوم سوگواری و عزا، برای اینکه بالاخره ادامه راهشون و اینکه خاری بکنیم در چشم جمهوری اسلامی. به این مفهوم نزدیک 10 سال پیش ما اولین به اصطلاح سالگرد یادمان قتل عام را در تورنتو برگزار کردیم که
بعد از اون مجموعه عملا دو سه نفری موندیم که یه جریانی درست کردیم که از جمله من بودم و دوست خوبم حسن پویا که یکی دو موردم با خود تلویزیون مسابقه کرده و برنامه گپ هم ما چندی مورد با ایشون بستیم. سازمان دفاع از زندانیان سیاسی را تشکیل دادیم و ادامه دادیم تا تقریبا دو سال پیش نام اون سازمان دفاع از زندانیان سیاسی را به خاطر که ما یه سری مسائل فرهنگی و به اصطلاح یه سری مسائل در ارتباط فیلم و سینما اینام را آوردیم قاطیش کردیم و دیگه توی اون چارچوب کادر سازمان دفاع از زندانیان سیاسی نمی گنجید، اسمش رو گذاشتیم کانون خاوران که الان امسال دهمین سالگرد کانون خاوران هست. ما در امسال در صدد هستیم که در آلمان، در سوئد، در کانادا و در انگلیس همزمان این را برگزار بکنیم و به اصطلاح پروژه کل خاوران که الان هستش حول لغو مجازات اعدام که اون مصاحبه خوبه ما چیز کردیم منصور حکمت کردیم که ترجمه شد و لغو شکنجه، ما کلا به هیچ نوع اعدامی معتقد نیستیم، به هیچ نوع شکنجه معتقد نیستیم و معتقدیم که زندانی سیاسی اصلا نباید باشه و در تدارکی هستیم که زور بزنیم با مجموعه نیروها و جنرالات دیگه که اگر بتونیم محاکمه سران جمهوری اسلامی و ببینید اون کسایی که در قتل عام 67 دست داشتن را، حالا اگر هم نه محاکمه به اصطلاح رسمی و دادگاهی که به اصطلاح دادگاه رسمی باشه ولی حداقل به طور سمبولیک هم شده بتونیم این کارو بکنیم. اما غیر از این که در این سازمان هستید، همونجا در کانادا تورنتو تلویزیون گپ رو راه انداختید. ماجرای تلویزیون گپ چیه؟ چه کاری میکنه؟ بله، تلویزیون گپ یه برنامه شو محمود احمدی و هما ارجمند تقریبا شاید 10 سال پیش میچرخوندن و یادمه که میگفتم ما در هفته 600 دلار مثلا پول میدیم یه دوستی میاد و فیلم برداری میکنه. من بهش گفتم خب چرا این کارو میکنید؟ چقدر مگه هزینه ده؟ گفتم مثلا 7-8000 دلاری دوربین و فلان و این چیزا میخوایم و که این کارو میکنیم. گفتم خب من به شوخی گفتم خب شما دارید 700 دلار در هفته میدید، در نمیدونم هر ماه یک دو دفعه میدید، خود دستکار رو گفتن نداریم. گفتم خب من این کارو میکنم به من 300 دلار بدید رو شوخی. گفتم باشه حتما این کارو میکنیم. ما رفتیم یه بودجه گذاشتیم و مجموع این چیزایی که احتیاج داشتن تهیه کردیم و بالاخره 300 دلار که ندادن هیچی، پول فیلممون هم از جیب دادیم و بالاخره وقت زیادم گذاشتیم. بالاخره از این طریق همکاری ما با این دوستان و رفقا شروع شد و الان همینطوری اون وقت بود یک از تلویزیونای تورنتو پخش میشد هر دو هفته یه دفعه که الان دیگه امکان بهتر از طریق کانال جدید برنامه گپ را می‌بندیم. بعد یه چیزی که برای من خیلی مهمه، بارها توی سایت روزنه شاید از رو به بیرون معلوم نباشه، حسن پناهی دوستمون که ما فیلمشون رو به صلاح داستان زندگیشون رو از نزدیک و خصوصی اینجا پخش کردیم و بینندگانمون میشناسنش، گاهی اوقات میره مرخصی و 2 هفته 3 هفته حتی شاید بیشتر ولی اسمش اونجا هست. کی از اون زیر زیرا داره کارهای روزنه رو؟ ببینید روزنه رو از بیرون کسی ندیده باشه، دوستان و رفقای خودمون هم واقعا خیلی حالا من میگم ناراحتن، ایراد میگیرن، انتقاد میگیرن به جا. خود منم از جمله اون کسا بودم که 2 سال پیش نوشتم یه نامه بلند بار رسمی به کمیته مرکزی نوشتم که بابا جان روزنه مهم است، فلان است، این کار بکنید اون کار بکنید. گفتن خب اهلش بفرمایید کمک کن دیگه. ما هم گفتیم باشه یه روزش هم من حاضرم بچرخونم. یه روز شد، 2 روز و بالاخره خب حسن هم درگیری داشت و رفت و بعد یه دفعه شد 2 ماه، یه دفعه شد نمیدونم 2 هفته. اینا مهم نیست، مهم اینه که روزنه یه پروژه خیلی عظیمی هستش که من تو نامه به کمیته مرکزی هم نوشتم. روزنه واقعا یه پروژه عظیمی هست. 8 سال من میگم تاریخ انقلاب، اخبار انقلاب توش هست. شما میریم این یه طرف مقاله هاست، یه طرف اطلاعیه هاست، یه طرف اخباره. 6 سال پیش کجا چه اتفاقی افتاده تو اخبار، میخوام بگم این آرشیو عظیمه. بعد قسمت ادبیات، قسمت مثلا کمپین ها، یه پروژه خیلی عظیمیه که اصلا واقعا کار میکنه. به همین دلیل بعضی وقتا هم آمپرش میره بالا به حق. چرا؟ به خاطر اینکه واقعا تنهایی روزی 7-8 ساعت کار میکرد و هنوزم میکنه. الان خب من دیگه تقریبا 2 روزش رسما من به عهده گرفتم و با هم داریم کار میکنیم، ولی پروژه عظیمی هستش. حسن گفتی آمپرش میره بالا، تو این تلویزیون نشون نداد آمپرش میره بالا. چه خاطره ای داری؟ حسن چطور سختگیره؟ حسن سختگیر نیست، جدی است، سخت کوشه و جدی، و چون جدی هستش در بعضی موارد به خاطر جدی بودنش تو تلویزیون نرفت حالا، ولی تو پلانا اخیرا دیدی یه تعداد بله از کمیته مرکزی گرفت و به درست گرفت دیگه. میگه اگر بالاخره سایت مهم هست و مال کمیته مرکزی است، خب وقت بذارید، نیرو بیشتر بده. واقعا ما همینجا من میگم به دوستان و رفقای خودمون، میخوام که واقعا نیرو بذارن، وقت بذارن، یکی دو تا نیرو به ما بدید. یه چیزی که همه میتونن ببینن توی حزب و حتی بیرون
که کسی به مراجعه برای کاری بکنه، کمکی بخواد، چه داخل حزب، چه کارهای حزبی، مالی، فنی، نه نداره که اگه به بابک مراجعه بکنن، خودت چه احساسی داری؟ سعی کردم اگر بدونم واقعا یه کاری از دستم بر بیاد انجام بدم، و به همین دلیلم خیلی موارد بالاخره گفتم از دستم بر میاد، به خودم فشار آوردم. نه گفتن را بلدم، این راحت میتونم نه بگم اگر بدونم جوابش نه است، ولی خب در این موارد میبینم باید جواب آری بدم، با اینکه خب بعضی وقتا هم فشار میاد، ولی دوست دارم، لذت میارم. مثلا همین تلویزیون گپ، ظاهرا حالا شما اینجا امکاناتتون خب خوشبختانه خوب است، ولی ما اونجا یه ساعت رفیقم محمود حمیدی میاد مصاحبه میکنه میره، بعد تا فیلم بیاد رو ایر چندین ساعت مواد وقت بذارم، آخر کارم یک دهم کیفیت و کوالیتی شما رو نداره، بخواد خب اونو باید یاد بگیرین. یه بخشش یاد گرفتن است، بخشش چیزه، بخشش هم به اصطلاح امکانات کمی است که ما اونجا داریم در فنی فنی اینا، ولی در هر صورت من لذت میارم. من از روزانه کار کردن تو خاوران، کار کردن در کانال رفقای حزبی، میگی از 20 تا مشتری که تو سر کار به من زنگ میزنه 10 تاشون سوال فنی کامپیوتری دارن. کار چیه بابک؟ ما نپرسیدیم تو کانال. کار من میگم، گفتم کار من معلم ادبیات بودم، پاکسازی شده بیرون اومدم، ولی الان کامپیوترم، کارم کامپیوتر هستش، به اصطلاح تعمیر و تدریس و به اصطلاح فروش کامپیوتر است، درگیر کامپیوتر است. یه مغازه کامپیوتری هست، من خب درسم میدم، من کلاس های کامپیوتر میذاشتم مثلا مجانی برای از مجموعه بچهای چپ، حالا لزوما بچهای حزب نه، من گفتم هر کمونیست، من الان معتقدم هر کمونیست باید کامپیوتر بدونه، چون الان یکی از مثلا یه وقتی که توی خونه مثلا تلفن یه وقتی فانتزی بود، یخچال فن، الان اینطوری نیست، شما تلفن یخچال نمیتونی نداشته باشی. کامپیوتر الان برای کمونیست به نظر من جز واجبات است، باید اخبار دنیا رو نگاه کنه، باید اطلاعیه رو بخونه، باید نمیدونم سایت های دنیا رو چک بکنه، و کامپیوتر ایمیل بفرسته، ایمیل بگیره. به این مفهوم همین بود که مثلا من کلاس میذاشتم برای رفقا، نظم داشت ولی حتی مجانی میذاشتم برای بچه‌ها بیان بیاد بگیرم. شنیدم یکی از کسایی که آموزش میدیده مادر منصور حکمت بود، این درسته؟ آره سعیده جون، ظاهرا اولین کلاسی که من گذاشتم تو انجمن ایرانیان بودم، وقتم ایشونو نمیشناختم که، در اصل اومد و کلاس رو گذاشتم، و اون کلاس برای به اصطلاح افراد مسن‌تر بود، تمام کشو دادم، پرسیدم هر کدوم یه چیزی میگفت، و سعیده یارم گفت ما دیگه ترسمون از کامپیوتر راحت روشن خاموشش میکنه، از اون طنزی که داشت. ولی بعدا کلاس میذاشتم واقعا یادم، با یکی از دوستان میرفتیم خونش، سعیده جون میگفت تو دیگه باید از من یاد بگیری. اینطوری بود؟ آره واقعا هم اینطوری بود. سعیده واقعا استعداد اینو شروع کرد به سعیده جون فکر میکنم که مثلا بعد از 6 ماهی که میرفتیم و میبودیم کلاسش دیگه، با اون رفیقم گفت تو دیگه باید از من یاد بگیری، و درست هم میگفت. من الان مطمئنم که سعیده جون ازشون بیشتر میدونه. واه، یعنی استعدادش؟ آره میرفت کنجکاوی میکرد، یه چیزایی در میورد که خود منم ندیدم، یه کارایی میکرد که مثلا حالا وقت داشت و ولی چیز داشت، اون کنجکاوی که داشت و داره تمزای قشنگی هم داره. ما هر دفعه میرفتیم میگفتیم سعید جون یه جوک باید ما بگی. اما بابک، سایت ویکی‌پدیا تو رو معرفی کرده بابک یزدی، فعال سیاسی و مبارز کمونیست ایرانی و عضو کنونی کمیته کانادا و کمیته مرکزی حزب کمونیست کارگری ایران. چه احساسی داری وقتی اینو توی یک سایت بین‌المللی و بزرگی مثل این می‌بینی؟ خوشحال میشم، می‌بینم که بالاخره بخشی از واقعیت‌ها را باید گفت و میگن، و من خوشحالم که میگن. بالاخره دوست دارم که بالاخره به عنوان کمونیست معرفی شم، به عنوان کمونیست منو معرفی کردن، افتخار دارم که بالاخره توی حزبی هستم که آرمان‌های بشریت، رفاه، خوشی، شادی، آسایش، رهایی بشر را تبلیغ میکنه، و منم یه گوشه این حزب قرار دادم و معرفی کردن، خیلی خوشحالم. بابک، وقتی بگی کمونیست، آدم با کسی که مبارزه با فقر، مبارزه با بی‌عدالتی، با نابرابری تو ذهن آدم میاد، وقتی فقر میبینی، وقتی نابرابری اجتماعی تو جامعه میبینی، چطوره؟ فقط مثل یه کسی که باید عوض بشه، و یا تو خودت احساس شخصیت نسبت به دیدن فقر چطوره؟ چه احساس داری؟ معتقدم که همون یه دو تا شکل میشه نگاش کردن. یه شکلی اون حالت مستضعف پناهی، مستضعفین، من اون شکل اصلا نگاش نمی کنم.
اون شکل به نظرم مذهبی ها بیشتر نگاش میکنن، حکومت مستضعفین، یا مثلا یه وقت کارگران دست پینوسته، اون یه بحث هست که حداقل جنبش ما و جنبش کمونیست کارگری اینطوری نگاه نمیکنه. به این مفهوم نمیگه حکومت کارگران، میگه حکومت کارگری، یا نمیگه ما ضد سرمایه دارانی، میگه ضد سرمایه داری هستیم، میخوام مناسبات عوض بشه. این مناسبات عوض بشه، اون وقت بیشتر کمونیست کارگری را با خوشی، شادی، رفاه، آسایش اینطوری من دوست دارم و اینطوری تو جامعه معرفی هم شده. به این مفهوم طبیعتا آدم فرق میبینه، ناراحت میشه، دوست داره نباشه، ظلم در کنارش میبینه. ولی اون مستضعف پناهی هم تو حداقل جنبش ما نیست، میگه خوشی شادی راهی وقتی بیاد، وقتی شما لغو کار مزدی بکنید کدوم از اینا نیست. به جنبش ما بیشتر با جنبش لغو کار مزدی به اصطلاح معرفی شده، به همین دلیل میگن نمیشه زود از جمله خود خیلی از چپهای دیگه. به این مفهوم که اونا رو من بیشتر همون مستضعف پناهی میبینم. یه لحظه شما مثلا فرض کن مجاهد و فدایی حالا سنتش نگاه کنی، یکیش خدا بالا سرش، یکیش نیست. ولی نگاه کن با جریانی که کار میکردیم، سازمان چریک های فدایی خلق ایران، این پنج تا کلمه رو مخروش فکر میکنم میگم چرا تو مارکسیست داره. آدمای خوبی ان، صادق ان، انقلابی ان، جان بر کفن، جونشون رو دادن، آدم براشون ارزش قائل است. ولی به عنوان مارکسیست، به عنوان جنبش کمونیست کارگری وقتی نگاه میکنی، این پنج تا کلمه به نظر من رابطه مارکسیست نداره. کدومش؟ این همه ساعت ها و روزهایی که صرف کار میشه، چه برای تامین زندگی و چه تامین فعالیت های حزبی، و همه میدونن تو حزب که بابک تو کار حزبی هم پرکاره، و خصوصا هر دفعه حزب از نظر مالی به پول احتیاج داره، یکی از کسایی که باید میدونه سراغش بره بابک یزدیه، و بابک هم مجبور بیشتر کار کنه که اینا رو تامین کنه. اما خوشی های شخصی زندگی چیه؟ موزیک، کتاب، سینما؟ من معتاد ورزش بودم، من از به اصطلاح سیگار و کلا دود متنفر بودم، ولی از یه طرف به ورزش و مطالعه احتیاج داشتم. من الان مطالعه متاسفانه کم شده به خاطر اینکه وقت نمیکنم. بعضی وقتا اینقدر میگم این کاری که من فقط داره حزم میکنم، اگر سه نفرم در اختیار من قرار بدن نمیرسم تمومش کنم به خوبی، به خاطر اینا خیلی جا کارامو خوب انجام نمیدم. اون طرف قضیه باید فول تایم هم کار بکنم. این است که قسمت مطالعه هم کم شده، بازم سعی میکنم مطالعه کنم. ولی تو چه زمینه‌ای دوست داری مطالعه کنی؟ من مثلا داستان دوست داشتم، ادبیات دوست داشتم، شعر دوست داشتم. از این طرف مثلا من ورزش میکردم، هنوز ورزشو میکنم. ورزش مثلا من هفته یه روز میرم والیبال تو خونم، یه اتاقش کردم باشگاه وسیله ورزش دارم. شنا میرم حداقل هفته روز. اینا رو سر جاش نگه داشتم چون به سلامتیم اخیرا خیلی به اصطلاح حساس شده، سن بالا میره، سن بالا میره، باید خود مواظبش میشد. ولی ورزش گفتم جزء اعتیادام بوده، هنوز هست، ولی مطالعه هم کم شده. وقت داشته باشم دوست دارم مثلا رمان بخونم، و خیلی وقت رمان خوب چه رمانایی خوندی؟ اولین رمانی که خوندم یادم میاد، فکر کنم ما همه میخوندیم دیگه، مثلا مادر ماکسیم گورکی، نینا، نمیدونم رمان دون آرام، اونا رو فکر کنم همه ما یه شکلی خوندیم. منم دیگه جدید من رمانای ایرانی رو تقریبا فکر میکنم کتابهای صمد و درویشیان اینا رو همه خونده بودم. مثلا جدیدا خیلی وقت رمان نخوندم، دلم لک زده برای یک رمان. خب من اینجا میخوام از بینندگان عزیزون بگم که برات رمان پست کنن. رو پست هم نمیکنن، ایمیل کنن، حداقل سفارششون رو بدن. ایمیل من هستش، شاید بالاخره گیر میاد، سایتم گیر میاد، لازم نیست زحمت بکشم پست کنم. موزیک، چه نوع موزیکی دوست داری؟ موزیک من الان بیشتر چون پارتنر سابقم اسپانیش بود، به اسپانیش شادن، واقعا شادن، به همین موسیقی شاد. ولی در مجموع اسپانیش هم شادن هم سرحالن. موسیقی شاد ایرانی هم هست کما بیش، ولی من از اول موسیقی شاد اسپانیش میپسندم بعد ایرانی. ولی کلاسیک میپسندم، من تا نه کلاسیک سنتی ایرانی که قبلا گوش میکردم. یادم مثلا شجریان، من تا زمانی که با اون جنبش بودم واقعا گوش میکردم، لذت میبردم. الان نمیدونم چرا، ولی تحمل نمیتونم بکنم. مثلا اگر یکی بخواد منو شکنجه کنه باید بذارم توی اتاق مثلا شجریان. چه احساسی داری موسیقی کلاسیک گفتی نمیتونی ایرانی، یعنی از نوع شجریانی؟ از نوع سنتی ایرانی منو به یه شکل میبینم بک‌گراند مذهبی داره، مثل نوحه، ندبه، عزا، صداش قشنگ، من صدای شجریان خوشم میاد، ولی میبینم که یه شکلی میره توی اون مذهب، میره توی اون نوحه، ندبه، عزا، میگن آدم رو غمگین میکنه، آدم رو میره توی اون غم و اندوه، برعکسش که میگم شادی و خوشی و رهایی نوید نمیده. یه نقد قشنگ خود شاملو هم کرده بود به نظر من، علاوه میگه تو خیلی موارد میتونیم، یه نقد خیلی قشنگی کرده بود به موسیقی. ولی موسیقی
گفتید که موسیقی اسپانیش دوست دارید. اسپانیش من یکم متوجه میشم، من یکم هندی هم متوجه میشم، یکم ایتالیایی هم متوجه میشم، انگلیسی هم بد نیست در اصل، ولی آره اسپانیش شاد، اسپانیش شما هیچ هم متوجه نشی موسیقی شادش بذاری شما رو به وجد میاره، به رقص میاره، به شادی میاره. از لحظه غمگین زندگی تن باشی دو دقیقه موسیقی شاد اسپانیش بذاری، اسپانیایی بذاری، واقعا تو رو از اون حالت میاره بیرون. و آدم وقتی شاد باشه، روح شاد باشه، فکر میکنم مثلا عمرش هم زیاد میشه. بخشی هم میگم خب عمرتون زیاد بشه، موسیقی چیز خوبی هستش. اوکی. اما دیگه داریم به پایان برنامه ما میرسیم و این برنامه میدونم هرچی بیشتر صحبت کنیم و ادامه بدیم شما حرف دارید، داستان زیادی از مبارزه، از تلاش برای زندگی بهبود زندگی انسان، از یه فرد مذهبی، از نوع حجتیه شروع کردید الان تا کمونیسم کارگری، حزب کمونیست کارگری. فکر میکنید یه جوونی که تو ایران هست که داره صداتونو میشنوه، تصویرتونو میبینه، فکر میکنید در کوتاه‌ترین راه که بتونه در این حال که آزاد باشه، در این حال که چه کار باید بکنه، در این حال که با رژیم میخواد مبارزه کنه، چه حرفی برای اون داریم؟ مثلا هیچ محدودیتی برای خودش نگیره. این محدودیتی که گفتم حتی در عشق و نمیدونم فلان من داشتم تا الان، من یه مطلبی دارم چرا مسلمان نیستم، رو سایتم هست هم به فارسی هم انگلیسی. این به نظر من مختصر و مفید گفته که چرا مسلمان نیستم. به نظر من جوان ایرانی، البته اکثرا جوان ایرانی دیگه اون چیز ما نیستن، ولی من میگم خودشون باشن، راحت باشن، بیان کنن که میکنن بخشن. ولی خود سانسوری بخشن اون دیکتاتوری که ما داشتیم زمان شاه، خودمون خودمون رو سانسور میکردیم. الان جوان ایرانی تو اوج دیکتاتوری جمهوری اسلامی حرفش داره میزنه و همین باعث شده که جمهوری اسلامی عقب نشینی بکنه. به نظر من جوانا راحت باشن، خوش باشن، شاد باشن، خودشون باشن و حرف دلشون رو بزنن و همین حرف دلشون زدن یعنی مبارزه با جمهوری اسلامی. و آیا توصیه میکنید که به جوانا به حزب بپیوندن؟ توصیه میکنم، حتما توصیه میکنم که بخونن آثار نادر رو، بخونن منصور حکمت، جنبش کمونیست کارگری رو مطالعه کنن، آگاهانه و آزادانه مطالعه کنن. و من مطمئنم که فقط آگاهانه و آزادانه مطالعه کنن، خودشون رو به این جنبش ببینن، چون حرف دل ایناست. جوان ایرانی امروز خوشی میخواد، شادی میخواد، آسایش میخواد، رهایی میخواد و اینا هیچ کس بهشون نمیده، کمونیست کارگری بهشون. یه سوال دیگه بابکی عزیز، فکر میکنم وقتی تاریخ مبارزه سیاسی شما رو نگاه کنیم میشه تقریبا 27 سال میشه، درسته؟ اگه کم نگاه گفتم حالا و به هر حال همه اینا از هر چی بوده، از مجاهد بوده تا امروز، برای دلتون برای این تغییر موقعیت رژیم جمهوری اسلامی، برای آسایش و آسودگی مردم بوده. امروز که آگاهانه در حزب کمونیست کارگری دقیقاً میدونید برای چی و اهداف و استراتژیش هم میدونید. قدرت، اگه تو قدرت قرار گرفتید، فکر میکنید میخواین چی کار کنید؟ حکومت دست جامعه است، شوراها حاکم شده و شما رأی آوردید تو یکی از شوراها، میخواین تو این جامعه مثمر ثمر باشید. میخواین از کجا شروع کنید؟ به عنوان شغل میگید؟ به عنوان بخشی از جامعه، بله به عنوان مسئولیت در دولت ها هرچی. من فکر کنم اگه همچون چیزی هم بشه آخرش من یه گوشه میزنم بگم کامپیوتر رو درست بکن، ولی خارج از شوخی من میگم که شوراها تصمیم میگیرن که هرچی به اصطلاح قسمت کار کی کجا بچرخونه. و من مشخصا من بازم فکر میکنم که من تو حزب هنوز در حکومت شورا هم، حزب من احتیاج داره و دارم کار حزبی رو میکنم و جامعه هم داره شکل خودش پیش میبره، ولی به عنوان شغلش وقت واسه مهم نیست. راستی من الان میتونم کارو بدی نیستم، نقاش بدی نیستم، نمیدونم فلسفه دوست دارم، درس بدم، معلمی چیز خوبی، من شاید برم کامپیوتر درس بدم چون هم کامپیوتر دوست دارم، هم کامپیوتر اوایلش من کامپیوتر رو میخوندم، فقط میخوندم که به اصطلاح چیز خونده باشم، ولی سال آخر دیگه واقعا دوست داشتم. من کامپیوتر خیلی دوست دارم و معلمی هم خیلی دوست دارم. بچه بودم همه دوست داشتن دکتر بشن، مهندس بشن، خلبان بشن، من دوست داشتم چیز بشم، معلم بشم. و به خاطر همینم یه معلم خوبی داشتم، فکر کنم چپ بود، جزء اون جنبش نمیدونم شاید فدایی بود، تاثیر خوبی رو من گذاشته بود و هم من دوست داشتم معلم بشم. هنوزم دوست دارم، اگر جامعه ایدئال منم دوست دارم معلم بشم، مطالعه ممکنه معلم فلسفه بشم، معلم کامپیوتر شاید بشم. و از شغل به هر حال این که من گفتم، در عین حال که میدونم همه آدما باید کار کنن تو جامعه، ولی دوست داری کجا فکر میکنی اصلا فقر توی روستاها، نمیدونم از اینا موقعیت زن فلان اینا، تو جامعه دوست داری تو رو بیشتر با چی بشناسن، تو رو قضاوت کنن؟
فکر میکنم همون چیزی که قضاوت کردن چیز بدی نبوده، ولی من هم گفتم فعال جنبش کمونیستی هستم، فعال جنبش من دوست دارم زندانی سیاسی نباشه، و یکی به خاطر همین یکی از عرصه‌ای که انتخاب کردم همین است، و منو به اینام حالا فعال حقوق بشر به مفهوم حقوق بشر بورژوازی نه، ولی حقوق بشر به معنی که انسان‌ها به حق واقعی خودشون برسن، به همین دلیل زندان سیاسی نباید باشه، به همین دلیل من توی عرصه یکی از کارام هستش. شاید حکومت ایدئال منم بیا سر کار، بالاخره جای دیگه هستش که بازم این مسئله هست. ما میگم حکومت ما قرار نیست کمونیست فقط در ایران پیاده کنیم، اگر روزی بشه خب خوشحالم هستیم، ولی میریم در کنار. ما الان مثلا یه هماهنگی داریم با جنبش مادران مثلا میدان می در آرژانتین، در ترکیه، در هند، و به این مفهوم جنبش ما جهانی هست، همینطور که ما جهانی هستیم. ما تو خاوران هم باز محلی تعریف نکردیم. به همین مفهوم من میخوام، من گفتم خوشی، شادی، آسایش، رهایی، اینا ضرورتش اینه که اول شرطش اینه که زندان سیاسی، اگه جای زندان سیاسی داشته باشه یعنی همه اینا نیستش دیگه. فکر کنم حکومت شورای طبیعتاً، یعنی حکومت ایدال ما 100% توش زندان نیست، زندان سیاسی نداریم ما، ولی به همین شکل باید ادامه بدیم در جای دیگه. به نظر من تاثیر جنبش ما قلم داشته بعد خودش دیگه، مطمئناً تو ایران اگر انقلاب سوسیالیستی بشه، اگر جنبش کمونیست کارگری به قدرت برسه، تاثیرش روی خود عراق، روی افغانستان، روی خاورمیانه شاید در سطح جهان دیگه. یه جنبش وقتی لنین انقلاب کرد، بولشویکا به قدرت رسیدن، جهان تحت تاثیرشون قرار گرفت. و فکر می‌کنم الان ما در همچون شرایطی هستیم که اگر بتونیم جنبشمون رو به مرحله‌ای برسونیم که حتی به پیروزی نزدیک بشه، این تاثیرش روی جهان همین الان شمع‌هایی ازش داریم می‌بینیم. کاری که مریم نمازی کرد، مینا وحدی کرد، هما ارجمند کرد، به نظر من ما داریم به این سمت جلو می‌ریم، و امیدوارم که این انقلابی که در پیش داریم تأثیرش در سطح جهان هم هرچی بیشتر و بهتر ببینیم. بابک، میخوام به عنوان آخرین سوال، کسایی که الان تو رو میبینن، خصوصا خانوادت، من الان نمیدونم، متوجه نشدم مادرت زنده هست؟ آره، پدر مادرم جفتشون زنده. اوکی، خیلی از این بابت خیلی خوشحالم. الان فکر بکنیم برنامه رو دارم میبینن، شما رو تو تلویزیون دارم، برای اینا چی داری بگی؟ این سالها دوری و کلن این زندگیی که داشتم، برای اینا اولا که ازشون تشکر میکنم و واقعا ازشون قدردانی میکنم، به خاطر که گفتم به خاطر من هر کدومشون مشکلاتی متحمل شدن که به هیچ وجه نباید اینطوری میشدن. خارج از این گفتم مادرم یکی از مادرهای واقعا نمونه هستش. یادم من بچه بودیم با پسر کت خدا میرفتیم انگور میدوزیدیم، میوه میدوزیدیم، میرفتیم در خونه این بدبخت بیچاره میذاشتیم، اینم تعریف کنم بد نیستش، وقتی میذاشتیم در خونهشون، بعد میگفتن که فرداش میرفتیم مسجد، میگفتن که خضر پیغمبر برای ما مثلا انگور آورده، میوه آورده. من یه روز مادرم گفتم خضر پیغمبر اینا دروغه دا، نه کفر نگو فلان. گفتم آقا جان من و فلانی میریم انگورای کت خدا، گلاسای کت خدا رو میدوزیم میریم میذاریم در خونه اینا، اینا فکر کنن. بعد گفتش که خیلی خوب باشه، ولی به کسی نگو، بذار فکر کنن خضر پیغمبر براش میاره. بعد ما حالا مذهبی بودم، بچه بودم، میترسیدم، گفتم حالا ما جهنم نمیریم به خاطر این چیزا. بعد خب حرفش هم برای ما حجت بود که بالاخره اگر جهنم بریم کار دیگه نکنیم. یه خود فکر کرد مادرم، من گفتش که نه خدا آفریده برای خلق، نه آفریده برای خلق، چرا فقط کت خدا بخوره، اشکال نداره، ولی به کسی نگید. میخوام بگم در صورت این خاطرات خوشی که من از مادرم دارم، الانم تشکر میکنم ازشون که بالاخره متحمل شدن خیلی زجرها رو از اولی که شنیدید تا دیدیش آخرش. دیدیش تو این مدت بابک؟ نه 22 سال متاسفانه ندیدمش، ولی میدونم که بالاخره الان هستن و خوبن و خوشبختانه زنده و صحی و سالم هستن. امیدوارم شرایطی طوری بشه که بتونیم هرچی زودتر ببینیمشون و آزادی کل مردم ایران فراهم شده باشه که ما هم بتونیم پدر مادرمون رو ببینیم. بابک خیلی ممنون که در برنامه ما شرکت کردید. در فرصت‌های بعدی شاید اگه دوباره گذرتون به اروپا افتاد، ما بتونیم جنبه های دیگری از زندگی شما رو در معرض دید بینندگانمون قرار بدیم. به هر حال بازم ممنون که در این برنامه شرکت کردیم. منم بازم از شما تشکر میکنم و به امید موفقیت شما. ممنون. بینندگان عزیز، یکی دیگه از برنامه های از نزدیک و خصوصی رو دیدیم. مهمان این هفتمون بابک یزدی بود. بابک یزدی در تورنتوی کانادا زندگی میکنه، هم اکنون عضو کمیته مرکزی حزب کمونیست کارگری ایران هست. بخشی از زندگی ایشون رو دیدیم. خواهش میکنم برای من ایمیل بفرستید و بگید که نظرتون در مورد این برنامه چیه. سوالهایی اگه در مورد زندگی بابک یزدی
میخواییم بپرسید با من در میون بذارید. من این سوالها رو در اختیار بابک قرار میدم و این سالهای پرماجرا و پر افتخیز از زندگی یک فعال سیاسی کمونیست رو ما میتونیم با همدیگه نگاه کنیم، تجربه بگیریم ازش برای کسایی که جوونن و میخوان فعال سیاسی بشن، برای تغییر این دنیای نابرابر، برای به دست آوردن آزادی، برابری، رفاه و شادی. ببینیم دیگر فعالین و مبارزین چطور زندگی کردن، چه افتخیزهایی رو طی کردن، تجربهشون از زندگی شخصی و سیاسی چیه. من منتظر دریافت نامه ها و ایمیل های شما هستم. کیوان جاوید هستم و به شما شب خوشی رو به هر حال به شما براتون آرزو دارم.